خب سلام، شب بخیر، امیدوارم خوب باشین. جلسه 11 از خانش وضع بشر. تا اینجای کار رسیدیم به فصل 4 و الان ابتدای بند 21. چون که گفتم میخوام یک همتی بکنم و یه ذره بذاریم پشتش و فصل 4 رو ای بسا که تموم بکنیم، امیدوارم که بشه و در واقع بدون که بحثی این وسط شهید بشه یا ازش سرسری بگذاریم بتونیم فصل 4 رو هم تموم بکنیم. در این صورت خیلی میفتیم رو غلطک و من از روند کار بسیار راضی خواهم بود. 2 باقی میمونه، فصل مربوط به کنش یا همون عمل و فصل مربوط به جهان مدرن، که اگر هر کدوم از این 2 هم 2 از ما وقت بگیرن که حدسم چنینه، در این صورت غیر از جلسه امروز اگر همه چیز به روال درستش پیش بره، موقع ما 4 دیگه خواهیم داشت. تقریبا همون هفته های اول شهریور ماه کتاب به پایان خواهد رسید و میریم سراغ ادامه قصه که خدمتون عرض کردم. کتاب پیدایش‌شناسی روح خواهد بود از هگل. من هفته گذشته در طول هفته یه سری منابعی رو معرفی کردم برای در واقع سر و کله زدن با پیدایش‌شناسی و حالا زمان نسبتاً، حالا زمان کافی که نیست، ولی خب زمانی خواهید داشت برای اینکه احیاناً مثلا دوستانی که مایلن پیدایش‌شناسی روح رو همراهی بکنن میتونن از قبلش نگاهی به خود کتاب، نگاهی به منابع جانبی که من معرفی کردم بیاندازن تا در این فرصتی که ما داریم تا برسیم به خود کتاب هگل یک مروری کرده باشن، با مفاهیمش آشنا شده باشن تا حدی که شدنی است. حالا فارغ از اینکه چقدر از قبل احیانا با هگل و پیدایش‌شناسی اینها سر کله زدن یا نزدن، یه بحثای شکل گرفت. اون پستی که من گذاشتم سر ماجرا پیدایش‌شناسی، دوستانی حرفشون این بود که مثلا تویی که حوزه کاری فلسفه نیست، تخصصی در فلسفه نداری، خب به چه جرأتی و به چه اصراری میخوای متون فلسفی رو بخونی؟ یا دوستان دیگری بر این نظر بودن که اصلا شروع از پیدایش‌شناسی روح در هگل اصلا شروع غلطی است، مثلا باید عقب‌تر مثلا از سنجش خردناو کانت شروع کرد. یا اگه دوستی دیگر هم پیدا میشد و میگفتش که از سنجش خردناو کانت هم نباید شروع کرد، مثلا باید از چمیدونم جستار در فاهم بشری جان لاک شروع کرد، من خیلی تعجب نمی‌کردم. یا اگه باز یکی دیگه پیدا میشد و میگفتش که نه، باید از مثلا تأملات دکارت شروع کرد، بازم احتمالاً حرف پربیراهی نمیزد. به هر حال میخوام بگم که بحث‌های بسیاری در گرفت که از نظر من همه اون بحث‌ها مشروعه. من چیزی نمیخوام بکنم، این بحث‌ها رو در واقع نادیده نمیخوام بگیرم. گرچه وارد گفتگو با دوستان در کامنت هم نشدم، فقط خواستم الان بگم که حواسم به نقدهایی که هست اصلا سر اصل قضیه، سر اصل صلاحیت من. من فکر کنم این سوال جدیه، نمیشه ازش گذشت. سوال اینه که من آیا صلاحیت خوندن این متن‌ها رو دارم یا ندارم. خب طبعا خودم نمیتونم پاسخی براش داشته باشم. فکر میکنم فقط حین خواندنه که معلوم میشه من آیا واجد این صلاحیت هستم یا نیستم، و از اون بالاتر در یک گفتگوی انتقادی معلوم میشه که به هر حال نمیدونم کی و چگونه دست بده. به هر حال میخوام بگم که این نکات مطرح شده و دوستان دیگری هم ممکنه به این نکات فکر کرده باشن. گفتم که اینجا یه بار دیگه مرور بکنم. من بخشی از این نکات رو و تو نم صلاحیت داشتن یا نداشتن رو، بله من فلسفه نخوندم، هر اون چیزی که در قلم روی فلسفه است رو یه جورایی خودخوانی کردم و خود آموزی کردم. خب حوزه کاری من همیشه جامعه شناسی بوده، ولی واقعا فکر نمی‌کنم که اینجاست که به نظرم راه هم از این دوستان جدا میشه که این حوزه‌ها حوزه‌های تخصصی باشن و راهی نداشته باشن به هم دیگه و در بدبستون با هم دیگه نباشن.
جامعه شناسی رو فقط به جامعه شناسان واگذار کرد، فلسفه رو فقط به فلاسفه باید واگذار کرد، اقتصاد رو فقط باید به اقتصاددان ها واگذار کرد. این مرزکشی های بین رشته ای که یک دره های عبور ناپذیری تصویر میکنن که گویی بین رشته ها وجود داره و رشته ای میدان خودشو داره، متخصصین و کارشناسان خودشونو، و اگر شما اون صلاحیت رسمی و فرمال اون رو زن نداشته باشید بنابراین حق سخن گفتن یا حق خوندن یا چه میدونم هر چیز شبیه این رو ندارید، این چیزی نیست که تو کت من بره. من با این قضیه همیشه سعی کردم که تا جایی که زورم میرسه و میتونم عرضم به حضور شما که مخالفت بکنم. حالا این رو بعداً بهش خواهیم رسید، ولی سر سوالهایی مثل این سوال که چرا پیدایش‌شناسی روح آیا اصلا نقطه عزیمت درستیه، نقطه آغازی درستیه یا نیست، یا چیزهای شبیه به این، من ترجیح میدم که وقتی که وقتش رسید و خواستیم شروع کنیم در اون همون جلسه اول، البته به تفصیل فهم خودم رو بگم که داستان از چه قراره و چجوری اصلا باید این داستان رو فهم کرد، یعنی خود مسئله نقطه آغاز، چون این سوالیه که شاید خیلی از ماها باهاش در طول زندگیمون هم بارها مواجه شدیم دیگه. از کجا شروع بکنم؟ کسی که میخواد بیاد تو جامعه شناسی این سوالو میپرسه، کسی میخواد بیاد تو فلسفه احتمالاً این سوالو میپرسه از کجا آغاز بکنم، و این سوال سوال بیراهی نیست. من فهمم بعدن، الان جاش نیست اصلا اینجا، ولی بعدن خواهم گفت که من چگونه میفهمم این پرسش از کجا آغاز بکنیم رو در حوزه ارزم به حضور شما که چیزی که شاید بتونیم اسمشو بذاریم خواندن متون کلاسیک. حالا این رو من موکول میکنم به بعد. خب لطفا با من همراه بشید، بیاید بند 21 صفحه 239، اما شروع بکنیم از صفحه 242. آرنت در صفحات قبل در همین بند 21 یک بحثی رو مطرح میکنه که الان تا دقایق دیگر به اهمیتش پی خواهیم بود. ادعاش اینه، من خیلی خلاصه میکنم چون حاشیه زیاد میره آرنز و لب لباب نکته ای رو خواهم گفت که در بند 21 تا ابتدای اینجایی که الان خواهیم خوند مد نظر آرنز. آرنز ادعاش اینه، فایده گرایی یعنی این یوتیلیتاریانیزم فلسفه انسان سازنده است. دوباره لطفاً ریلود بکنید همه مفاهیمی که هفته پیش داشتیم باشون کار میکردیم و با اون مفاهیم سر و کله می‌زدیم رو دوباره به خاطر بیارید. انسان سازنده، همون انسان ابزارساز که در واقع از مجرای ورک که بچی از همون ویتا اکتیوا بود جهان عینی رو در هیئت اشیا برپا می‌کرد، نه؟ این تعریف انسان سازنده در صورت بندی آرنتی. ادعای این بابا اینه که فلسفه یا بنیان نظری این انسان سازنده به ویژه در عصر مدرن به این سوی، یعنی از قرن 17 به این ور که ملازمه با پیدا شدن سرکله سرمایه‌داری، فایده‌گراییه. یعنی چی؟ یا در واقع آرنت اینجا فایده‌گرایی رو به چه معنایی داره به کار میبره؟ خیلی ساده و خیلی دم دستی، فایده‌گرایی یعنی نگرش به چیزها، به اشیا، به وسایل از حیث طبعاً فایده مندیشون، از حیث سودمندیشون، اینکه چقدر یوتیلیتی دارن، چقدر فایده دارن یا چه فایده ای رو میتوانند برآورده بکنن. این ادعا رو داشته باشید که فلسفه انسان سازنده فایده گرایی است، یا به تعبیر دیگه انسان سازنده به جهان، به همه وجوه جهان، به هر آن چیزی که در جهان هست. بازم جهان به معنای آرنتی کلمه، از چشم فایده گرایانه می نگرد، یا از چشم اینکه چقدر این چیزها می توانند فایده محصلی و مشخصی افاده بکنند. خب عرضم به حضور شما که همینه داشته باشید، بیشتر از این نمیخوام بستش بدم، چون که وارد خود متن که بشیم آرنت به ما امکاناتی خواهد داد که بتونیم به جنبه های دیگری و سویه های دیگری ماجرا فکر کنه. پس فعلا و اجالتا همین یک فراز رو، همین یک دعوی رو گوشه ذهنتون نگه دارید و فایده گرایی هم اجالتا به همین معنا بفهمید، چون راجع به فایده گرایی و معانی بسیار دیگری هم که میتواند داشته باشد میشود مفصل بحث کرد، ولی
آرنت وقتی داری از یوتیلیتاریانیزم از فایده گرایی حرف میزنه و همین معنای خیلی ساده میفهمدش. پس ادعا این شد انسان تا جایی که انسان سازنده است، یعنی درگیر ساختن و برپا کردن جهانی از اشیاست، به این جهان و به هر آن چیزی که در این جهانه از این منظر نزدیک میشه و اصلا از این منظر با اشیا ارتباط میگیره که این اشیا چقدر به دردش میخورن یا چه کار میتونه باشون بکنه، یا به تعبیر دیگه این اشیا برای چه هستن. نه و به این اعتبار فایدهشون چیه. خب اینو داشته باشید. حالا بریم وارد متن بشیم. صفحه 242 لطفاً از همون ابتدا. یگانه راه برون رفت از تنگنای بی‌معنایی، اینجوری بخونیم، یگانه راه برون رفت از تنگنای بی‌معنایی در هر فلسفه‌ای که مطلقاً فایده‌گرایانه است. اینجا باز من باید یه وقفه ایجاد بکنم و یه توضیح راجع به این کلمه بی‌معنایی بدم. چرا میگه تنگنای بی‌معنایی؟ در واقع منظورش اینه، باز به زبان ساده منظورش اینه که ذیل فایده‌گرایی، یعنی ذیل اون سایه سنگینی که فایده‌گرایی بر جهان ما میاندازه و ما رو عادت میده که به هر چیزی که نزدیک میشیم، به هر شیی که نزدیک میشیم، حتی به هر آدم دیگه‌ای که نزدیک میشیم، عرضم به حضور شما، از این چشم نگاه بکنیم که آیا فایده‌ای دارد یا ندارد یا چه فایده‌ای را میتواند برای من افاده بکند یا نکند، ذیل یه چنین عرضم به حضور شما که جهان بینی اصلا در واقع فایده‌گرایی بیش از اینکه یه فلسفه مثلا نظری باشه یک چیزه، یک جور جهانبینیه، ذیل جهانبینیه، اجازه بدید این گونه بگم، جهانبینی فایده‌گرایی یه پرسش از معنای چیزها دود میشه و به هوا میره و جاشو چی میگیره؟ جاشو فایده‌مندی میگیره. یعنی مسئله ذیل جهانی که بر وفق فایده‌گرایی داره میره جلو دیگه پرسش از مینینگ نیست، معنای چیزها نیستش، یا چه میدونم مثلا ارزش ذاتی چیزها نیستش، یا ارزش فی نفسه چیزها نیستش. نگاه به چیزها از حیث همون یوتیلیتیشونه، مثل که سودمندی یا فایده‌مندی هر چی شما میخواید ترجمه بکنید. برای این جهان اصلا فهمی از معنا نداره، اصلا معنا براش بی‌اهمیته. نه به چیزها از حیث اینکه آیا معنایی دارند یا ندارند یا چه معنایی دارند یا ندارند اساسا نزدیک نمیشه، بنابراین دچار بحران مینینگلس میشه، بی‌معنایی میشه، یا معنا باختگی یا معنا زدودگی یا هر چیزی شبیه به این. بنابراین در بنیاد فایده‌گرایی که خب میدونید دیگه جهان بینی ملازمه و عجینه با خود سرمایه‌داریه، چون شاید هیچ فلسفه‌ای به اندازه خود فایده‌گرایی با فرماسیون سرمایه‌داری در هم تنیده و آمیخته نباشه، ذیل سرمایه‌داری که اگه به زبان کلاسیک مارکسیستی بخوام صحبت بکنم روبنای ایدئولوژیکش میشه فایده‌گرایی، در این منظومه عرضم به حضور شما گلوبال و جهانی معنا دود شده و به هوا رفته و به این اعتبار آمیخته به نیهیلیزمه. آرنت البته اینو نمیگه، اینو من با اجازهتون اضافه میکنم. چی گفتم؟ سه تا الان مفهوم داریم که من اینها رو دارم به هم وصل میکنم. از یه طرف شما سرمایه داری دارید به عنوان یک فرم یا به عنوان یک سازمان اجتماعی کار و زندگی و غیره و غیره، نه؟ که یه بنیان مادی داره و امروز و از قرن 17 دست کم تا امروز فرماسیون غالب و هژمونیکیه که در یه گستره جهانی داره میتازونه. این فرماسیون مادی همبسته باهاش یک منظومه فکری و ایدئولوژیک و فلسفی و چه و چه ساخته شده که همون فایده‌گرایی باشه، که در واقع عرضم به حضور شما چسبیده است به پس این چیزی که ما به در واقع با الهام از ترمینولوژی مارکسی اسمش رو چیم روبنای ایدئولوژیک زیر بنایی به نام سرمایه داری، این دوتا با هم یکی هم دیگه، یه تمامیت اجتماعی سرمایه داری از یه طرف و فایده‌گرایی از سمت دیگه، اینا در هم تنیدن. از اون طرف حالا اینجا میتونیم دعوی آرنت رو هم وارد کنیم، ذیل سرمایه داری که بر به جهان بر وفق اصل فایده‌گرایانه مینگرد
معنا یا همون مینینگ، چه معنای زندگی، چه معنای چه می‌دونم انسان بودن، چه هر چیزی که بشود زید مفهوم معنا در واقع اندیش کرد، در واقع بلا موضوع میشه. نه؟ اینجا معنا رو حتی میتونیم معادل با ارزش بگیریم، ارزش ذاتی چیزا. دیگه چیزها فی نفسه به خودی خود ارزشی ندارن، بلکه ارزشی دارن تا اونجا که بتونن فایده‌ای رو برآورده بکنن یا به نیازی پاسخ بدن. ذیل یه چنین ارزم به حضور شما که همبسته‌ای، یعنی همبستگی سرمایه‌داری به علاوه فایده‌گرایی، اون اتفاقی که میفته قسمی نیهیلیزمه، قسمی همون به معنای مینینگلس بودن، یه جور معنا باختگی بود، معنا باختگی خود جهان. برای اینها با هم دیگه در یه جور نسبته. حالا اجازه اگر بدید قدم‌های دیگر که پیش بنهیم، تکلیف ماجرا روشن‌تر خواهد شد که اینها یعنی چی و چه ربطایی با هم دیگه دارن و این بنده خدا چی میخواد بگه. یگانه راه برون رفت از تنگنای بی‌معنایی در هر فلسفه‌ای که مطلقاً فایده‌گرایانه است، روی گرداندن از جهان عینی اشیای مورد استفاده و تکیه کردن بر حیث انفسی یا همون سوبژکتیو خود استفاده است. الان معنیش روشن میشه، عجله نکنید. تنها در جهانی دقیقاً انسان محور، آنتروپوسنتریک، انسان محور یعنی نه معنی لزومن اومانیزم، یعنی انسان و نیازمندی های انسان و فوایدی که انسان فکر میکنه چیزها، اشیا، طبیعت، زمین براش دارن و به این معنی انسان میشه ملاک و معیار همه چیز یا همه چیز رو برای خود میخواد و چیزها رو تا جایی که بتونه ببلعه، بتونه به از آن خودش تبدیل کنه، به براش واجد معنا خواهند بود. یعنی در واقع اونجایی که معنا جاش رو به فایده میده دیگه، و تنها معنایی که باقی میمونه خود فایده است. چیزها تو جایی واجد معنایی هم برای شما یا واجد ارزشی هم برای شما که فوایدی برای شما داشته باشه. بنابراین در تنها در جهانی دقیقا انسان محور به این معنا، جایی که انسان به اصطلاح اشرف مخلوقات از این دریوری ها هست که هنوزم بعضا ما بهش باور داریم و خود این به معنای نشوندن انسان در یک هستی سلسله مراتبی دیگه، که وقتی انسان بالا بشینه اون موقع همه دیگر چیزها، طبیعت، زمین و چه میتونم هر چیزی که شما فکرش بکنید، حیوانات، گیاهان، نباتات و همه داستان دیگه در این هستی سلسله مراتبی که انسان اون بالاست، اشرف مخلوقاته و معیار همه چیزه، همه جهان هست برای اینکه مثلا به انسان خدمت کنه، میشن پایین ماینا، میشن زیر دست و در واقع خادم انسان خواهند بود. و و از اون مهمتر، این هستی سلسله مراتبی فقط این گونه نیستش که انسان اون بالاست بقیه موجودات پایینه. این هستی سلسله مراتبی در واقع شکاف یا فاصله ای که بین انسان و دیگر موجودات برقرار خواهد شد در اینجا چیز نمیشه، محدود نمیشه، بلکه به هستی سلسله مراتبی درون خود انسان ها هم نشت خواهد کرد. یعنی در خود انسان ها هم شما یه هستی سلسله مراتبی خواهید داشت. حالا انسانی که بالاترن، حالا چه اسمش باشه انسان کامل در مثلا ترمینولوژی دینی و الهیاتی، چه انسان های موفق در حالا گفتمان ارزم بوزید شما که جامعه تجاری امروز یا هر چیز دیگری. نه؟ یعنی میخوام بگم که اساساً اون چیزی که حالا الان جاش نیست، بعداً شاید در یه فرصت دیگه بتونیم روش صحبت کنیم، گرچه جا به جا در همین کلاس هم من سعی کردم یه اشاره توی داستان بکنم، چیزی که از حیث هستی انسان شناسی ما باید باش بجنگیم در بنیادها، در بنیادهای متافیزیکی، خود فهم سلسله مراتبی از خود جهان، خود هستی در گام اول، و دوم فهم سلسله مراتبی از جهان انسانیه و در واقع استوار کردن فهم متافیزیکیمون از چه هستی، چه انسان، بر وفق قسمی برابری، بر وفق قسمی همعرضی. فقط از دل این هستی انسان شناسیه که به نظرم چیزی چون یک زندگی عادلانه مبتنی بر
در واقع انسان‌های آزاد و برابر میتونه از توش در بیاد. حالا اینو بذاریم کنار، ولی دست کم در اینجا بحث ما و بحث آرنت ناظر بر چیه؟ ناظر بر یک جور کیهانشناسیه یا جهانشناسیه که انسان بالاشه و کل جهان بر محوری انسان مرکز بینانه استوار شده. خب حالا و به این اعتبار همه روی کرده چنین انسانی هم که اون بالاست و فرادست همه موجوداته، نگرشی فایده گرایان هست، یعنی همه چیزو تا جایی که بتونه جذب بکنه، بتونه حذف بکنه، بتونه ببلعه، بتونه گاز بزنه، بتونه به یه زخمی برای زندگی خودش بزنه هست که معنادار میشه. خب دیگه فکران روشنه دیگه. تنها در جهانی دقیقا انسان محور که در آن استفاده کننده یعنی خود انسان غایت قصوایی می شود که زنجیره بی انتهای غایات و وسایل را به پایان می رساند، فایده از حیث فایده بودنش شأن و منزلت معنادار بودن پیدا می کند، که دقیقه پیش اشاره کردم دیگه. یعنی تنها چیزی که معناداره و به زندگی ما در یک جهانی در جهان انسان محورانهی که بر وفق در واقع ایدئولوژی فایده گرایی داره میچرخه و داره پیش میره، تنها چیزی که معنا داره خود فایده مندیه. در واقع فایده مندی و معنادار بودن یکی و همان میشن با هم دیگه. کار بی فایده و به ویژه فایده‌ای که باید بتونه خودشو به زبان دیگه این روزها خودشو بتونه به زبان پول ترجمه بکنه یا خودشو در زبان پول متجلی بکنه، هر اون فعالیتی که هفته پیش به اثر به خاطر بیارید، هر فعالیتی که نتونه به این زبان، به زبان پول و با بالاتر به زبان فایده مندی ترجمه بشه، یعنی یک جور یوزلس باشه، بی فایده باشه، هر زن به حضور شما به مسابه امر بی ارزش یه تیپا میخوره در ماتتش و ازش مشروعیت زدائی میشه، ازش صلاحیت زدائی میشه. پسای هفته قبل دیگه، هر فعالیتی که شما نتونید باش پول در بیارید یا ارزم بزرگ شما نتونه در روند زیستی و روند حیاتمندانه شما نقش ایفا بکنه، یعنی نتونه به تامین معاشتون کمک بکنه و یک جورایی بدونه و فارغ از اون سایه سنگین پول باشه که فایده امروز خودش رو چون که گفتم به زبان پول ترجمه میکنه، اون موقع میشه فعالیت های الا وقتک، میشه فعالیت شکمی، میشه فعالیت های یه مش مثلا جوونی که مثلا هنوز نفهمیدن زندگی جدی تر از این حرف هاست. نه؟ یا مثلا میشه سرگرمی و دور هم بودن و خوش خوشید دیگه برای خودتون مثلا دارید فلان رو برمان میکنید که بحثش رو چند هفته دو هفته پیش بود به تفصیل در فرازهای قبلی آرنت داشتیم. پس اینجا این بابا داره میگه که در چنین جهانی انسان محورانه فایده از حیث فایده بودنش، که فقط هم فایده ایست که برای در واقع انسان سازنده یا انسانی که استفاده یا تعبیر دیگری مصرف میکنده که معنا داره، در این حالت فایده از حیث فایده بودنش شأن و منزلت معنادار بودن پیدا میکند. با این حال و چه تراژیک ماجرا این است که انسان سازنده در همان زمانی که به نظر میرسد در چارچوب فعالیت خودش توفیق یافته و رضایت پیدا کرده است، دست به کار میشود تا جهان اشیا، غایت و محصول نهایی ذهن و دستهای خیش را به تنزل و تباهی بکشند. خب اینجاست دیگه دوباره اون لحن انتقادی آرنت سرکلش پیدا میشه. چرا؟ اگر انسان در مقام استفاده کننده غایت اعلی ملاک همه چیز باشد، آنگاه نه تنها طبیعت که انسان سازنده با آن به منزله ماده کما بیش بی جهان کار رفتار میکند، بلکه خود چیزهای ارزشمند نیز، ارزشمند داخل گیومه، بدل به وسیله صرف شدن و از این راه گذر ارزش ذاتی خود را از دست دادن. پس حرفش ساده است،
داره میگه اگر منطق انسان سازنده، منطق فایده‌مندی حاکم بشه، چون که حاکم شده امروز، در واقع پیامدش این خواهد بود، به زبان دیگه اگر انسان به غایت اعلا تبدیل بشه، یعنی همه چیز برای انسان و از برای او تعریف بشه و او به غایت اعلا تبدیل بشه، به ملاک همه چیز تبدیل بشه، یا بالاتر چی گفته، به غایت قصوا تبدیل بشه، در این صورت، و اینم حواستون باشه، این انسان، انسان سازنده است که باز به خاطرتون بیاد، اصلا مواجهش با جهان، با طبیعت، با زمین، با دیگر انسان ها نسبتی است تجاوز گرایانه و خشونت آمیز، چون همواره چنین انسان سازنده‌ای باید متریال رو، متریالی که حالا قرارش کار بکنه و چیزی از توش در بیاره رو بتراشه، به هیئت خودش در بیاره، به کسوت خودش در بیاره، به اندازه خودش در بیاره، و به این اعتبار انسان سازنده نمیتونه که تجاوزگر نباشه، نمیتونه اهل تعدی نباشه، وجهی و میزانی از خشونت رو نسبت به طبیعت، نسبت به زمین، نسبت به انسانهای دیگه در واقع اعمال نکنه. خب همه اینها الان که تو بذارید توی ذهنتون باقی بمونه، اون موقع است که میتونید بفهمید چرا بنده خدا میگه که در این صورت اگر انسان بشه غایت قصوا، غایت اعلا، ملاک همه چیز و به همه چیز هم بر به چشم همون فایده گرایانه نگاه بکنه، خود طبیعت عرضم به حضور شما که در واقع به یک نوعی به تباهی کشیده میشه و همه یه چیزهای ارزشمند که تا قبل از این نگاه فایده گرایانه شاید ارزشمند بودن یا یک ارزش فی نفسه‌ای داشتن، یا عرضم به حضور شما اینجا میگه ارزش ذاتی داشتن، دیگه نه واجد ارزش ذاتی یا نه غایت فی نفسه، نه هیچ چیزی شبیه، بلکه میشن وسیله صرف. نه چرا؟ چون فایده گرایی چیزش اینه، اصلا رویاوردش اینه که همه چیز رو به وسیله تبدیل بکنه، به ابزار، به وسایل و ابزارهای برای برآورده کردن غایت قصوا، که چی میشه؟ خود انسان میشه. همه چیز برای من وسیله خواهد بود برای اینکه بتونم اون غایت اعلا رو که خود انسان در مقام اشرف مخلوقات یا هر کوفت دیگری باشه رو برآورده بکنه. پس همه چیز میتونه تبدیل بشه به وسیله، حتی انسان‌های دیگه، نه فقط طبیعت، دیگر انسان، همه چیز میتونه در واقع تقلیل میتونه که نه تقلیل پیدا میکند در عمل به هیئت وسایل و ابزارهایی که قراره به همون یه دونه غایت که من باشم، که شما باشی، تقلیل پیدا بکنه. بزرگترین مظهر فایده‌گرایی انسان محورانه انسان سازنده این ضابطه کانتی بود که آدمی هرگز نباید وسیله‌ای برای غایتی شود و هر انسانی غایتی فی نفس است. خب اینجا میرسه آقا کانت یه تفسیر خیلی عجیب از کانت به دست میده که به نظرم بسیار بسیار رادیکال و راهگشاست و در واقع انتقادیه دیگه. خب این دعوی کانت رو در فلسفه عملیش هممون باهاش آشناییم دیگه، یکی از آگزیوم‌های از عقل عملی یا همون اخلاق کانتیه و اون اینه که انسان خود غایت فی نفسه است و نباید به هیئت وسیله یا ابزاری برای برآوردن یک غایت دیگه در چیز بشه، تقلیل پیدا بکنه. یعنی انسان‌ها وسایلی برای همدیگه نیستن، ابزارهایی نیستن که مثلا ما به اتکای اونها یه غایت دیگر رو برآورده بکنیم، آدم های دیگر رو پله بکنیم یا نردبون بکنیم ازشون بریم بالا تا مثلا بتونیم به هدف خودمون برسیم. هر انسانی فی نفسه به واسطه اینکه واجد قسمی کرامته، واجد قسمی ارزان به حضور شما که اصلا کمال پذیریه و حالا غیره و غیره که داستان مفصلی داره، میشه یه غایت فی نفسه. پس تنها موجود بشری، نه موجود بشری نه، تنها موجودی که، تنها چیزی که در جهان غایت فی نفس است خود انسانه. پس معناش چیه؟ معناش اینه که دیگر چیزها میتوانن به هیئت وسایل بهشون نگریسته بشه. یعنی کانت با این اصل اخلاقیش که ظاهرا یک اصل اخلاقی به غایت اومانیستیه و حتی از دلش میشه مثلا یه جور نقد سرمایه‌داری هم در آورد، کما اینکه خیلی ها در آوردن، که بازی بحث مفصلی داره، مثلا مارکسیستای کانتی
که به ویژه تو شاخه مارکسیست اتریشی میشه سرکلشون رو پیدا کرد، یکی از تزهاش این بود که در واقع کاپیتال رو باید در کنار سنجش خردناب و نقد عقل عملی کانت خوند، یا به زبان دیگری در عقل عملی کانتی یا در اخلاق کانتی بر وفق همین آگزیوم انسان غایت فی نفس است یه جور نقد رادیکال سرمایه‌داری رو پیدا می‌کردن. چرا؟ چون در سرمایه‌داری انسان‌های دیگه به انسان به مسابقه غایت فی نفس نگریسته نمیشه، بلکه انسان‌ها بر حسب اختلاف طبقاتی که بین صاحبان سرمایه و صاحبان کار وجود داره به واسطه یه چنین شکافی، یه چنین دوگانگی فرادستی و فرودستی، به این اعتبار در واقع همون نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعیه که حرف کانتو به پشیزی هم نگرفته تا جایی که لازمه انسانهای دیگر رو به وسایلی و به ابزارهایی برای برآوردن غایتهای انسانهای دیگه تبدیل میکنه، عبایی هم ازش نداره، دیگران کار میکنن تا من مثلا برم بالا و داستانهایی که خودتون بهتر از این میدونید. بنابراین در کانت خیلی از چپها و مشخصا مارکسیست ها بنابراین در این در فهوای این اخلاق کانتی جو نقد سرمایه‌داری پیدا کردن و حالا شرح و بسط هم پیدا کرده، به ویژه در نیمه اول قرن بیستم زیر شاخه مارکسیست های کانتی که البته ما خیلی کم میشناسیمشون و در سالهای اخیر هم خیلی حرف آنچنانی مثلا ازشون نشدیم، بیشتر زیل مارکسیسم لنینیسم و مارکسیسم هگلی و اینا گم و گور شده این شاخه مارکسیسم کانتی. حالا کاری ندارم باهاش، اگر بعدا حالا علاقه من بودید میتونم بیشتر موجود حرف بزنم یا احیانا راهنمایی کنم که سراغ چه قصه ای برید. اینا گفتم تا بگم که حالا آرنتی پیدا میشه که در این اصل اخلاقی خیلی ظاهرا اومانیستی کانتی یک مبنای فایده‌گرایانه میبینه. یعنی چی؟ یعنی میگه که این بابا، این کانت، این حرف زد خیلی حرفش قشنگه، حرفش خیلی خوبه، اوکی دمش گرم، اما یه معنای ضمنی داره و معنای ضمنیش اینه که تنها غایت خود انسان، بقیه جهان وسیله است. وسیله است برای همون انسانی که غایت فی نفسه است که میرون بالا میشینه و اون موقع طبیعت، زمین، حیوانات و چیزهای دیگه میتونن براش حکم وسیله، برای این غایت حکم وسیله رو پیدا بکنن. ادامه. بزرگترین مظهر فایده گرایی انسان محورانه انسان سازنده این ضابطه کانتی بوده است که آدمی هرگز نباید وسیله برای غایتی شود و هر انسانی غایت فی نفسه است. اگر چه پیش از آن مثلا در تأکید لاک، جان لاک خودمون، برای اینکه نمیتوان اجازه داد انسانی مالک بدن انسان دیگری شود یا از نیروی جسمانی او استفاده کند، شاهد تفتن به پیامدهای ویرانگری هستیم که اندیشیدن بی قید و بند و هدایت نشده بر حسب وسایل و غایات قطعا و به شکلی تغییر ناپذیر در حیطه سیاسی به بار می آورد. اما تنها در کانت است که فلسفه مراحل پیشتر عصر مدرن خود را به کلی از آن کلیشه های عرف عام رها می سازد که همواره در جایی که انسان سازنده ضوابط جامعه را رقم می زند آنها را می بینیم. دلیل آن البته این است که کانت قصد نداشت اصول فایده گرایی روزگارش را صورت بندی کند یا به صورت مفهوم در آورد، بلکه به عکس پیش از هر چیز می خواست مقوله وسیله و غایت را تا جایگاه درخورش پایین بکشد و مانع از کاربرد آن در زمینه عمل سیاسی شود. با این همه، از اینجاش مهمه، با این همه ضابطه او همانقدر نمیتواند برآمدنش از تفکر فایده‌گرایانه را انکار کند که تفسیر مشهور و نیز ذاتاً تناقض‌آمیز دیگر او از شیوه برخورد آدمی با یگانه اشیایی که برای استفاده نیستند، یعنی آثار هنری که به گفته کانت از آنها لذتی عاری از علاقه و نفع میبریم، زیرا همان فعالیتی که انسان را بر کرسی غایت اعلی می‌نشاند به او اجازه می‌دهد که اگر بتواند کل طبیعت را تابع آن سازد. بس ببینید چجوری داره میگه که کانت به رغم اینکه اساساً هدفش در عقل عملیش در اون نظام اخلاقی که می‌خواست بپرورونه و اون رو بر آگزیومه، بر بوننگاره، بر مفروض آغازین انسان به مسابقه غایت فی نفس استوار کرده بود و از این
حیث در واقع انسان رو نشونده بود در مقام غایت قصوا، در مقام غایت علا، چگونه از نظرگاه فایده گرایی اگر بنگریم در واقع امتیاز دادن به انسان برای اینکه بتواند کل طبیعت را تابع خود به مثابه غایت قصوا یا غایت علا بسازد. نه؟ زیرا همون فعالیتی که انسان را بر کرسی غایت اعلی می نشاند به او اجازه می دهد که اگر بتواند کل طبیعت را تابع آن سازد، یعنی طبیعت و جهان را با سلب شأن و منزلت مستقل هر دو به مرتبه وسیله محض فرو بکاهد. حتی کانت هم نتوانست بدون روی کردن به پارادوکس یا تناقض غایت فی نفسه سردرگمی انسان سازنده در مسئله معنا را حل کند یا او را از بیخبری در این باره به در آورد. آن سردرگمی در این واقعیت نهفته است که اگرچه تنها ساختن یا تولید با حیث ابزاری که دارد میتواند جهانی را بسازد، اما همین جهان اگر اجازه داده شود ضوابطی که حاکم بر ایجاد آن بودند، یعنی ضوابطی که حاکم بر ایجاد بودند همون ضوابط انسان سازنده است، انسانی که به پس همه جهان از نگاه فایده گرایانه داره، همه جهان براش در نهایت وسیله‌ای هن برای برآوردن غایاتی که قرار سودمندی برای خود او داشته باشه. اینا قواعدی هن که جهان رو برپا کردن دیگه، نه جهان رو ایجاد کردن، درسته؟ حالا نگاه کنید چی کار میکنه آرنز. میفرماید که اما همین جهان اگر اجازه داده شود ضوابطی که حاکم بر ایجاد بودند بعد از استقرار آن نیز حاکم بمانند، به اندازه مادهی که به کار می رود به اندازه وسیله صرف برای غایتی دیگر بیارزش می شود. به کار در واقع حرف مهم می داره می زنه، در واقع حرفش هم ساده است، اصلا پیچیده نیست. حرفش اینه به زبان ساده، منطق حاکم بر انسان سازنده که قصهشو تعریف کردم دیگه، باز بخوام بگم اتوارم بالا میارین، منطق حاکم بر انسان سازنده اگر تبدیل به یک منطق حاکم بر جهان بشه، عرضم به حضور شما که دیر یا زود چیزی از کل خود جهان به جا نخواهد گذاشت. چرا؟ چون خود جهان و هر آن چیزی که در جهان است، هر آن چیزی که در جهان است، چه انسان ها، چه اشیاء، چه طبیعت، چه زمین، همه رو تبدیل خواهد کرد به وسیله. در این صورت دیگه هیچ چیزی به مثابه غایت فی نفسه یا ارزش ذاتی یا هر چیز دیگه شبیه این باقی نمیمونه و همه چیز رو میتوان استفاده کرد یا به مصرف رسون برای اینکه خود انسان در مقام غایت بتونه حالش رو ببره. انسان تا جایی که انسان سازنده است چیزها را به صورت ابزار در میآورد، اینو که هزار بار گفتم، و ابزارگردانی همون تبدیل کردن چیزها به ابزار یا نگاه فایده گرایانه به جهان بر وفق این که چه ابزار و چه وسیله‌ای اند و چقدر به درد می‌خورن، اینسترومنتالیزیشن. انسان تا جایی که انسان سازنده است چیزها رو به صورت ابزار در می‌آورد و اینسترومنتالیزیشن تبدیل کردن چیزها به ابزار یا ابزارگردانی او دال بر تنزل هر چیزی به سطح وسیله و از دست رفتن ارزش ذاتی و مستقل آن است. دیگه روشن تر از این بنده خدا نمیتونه حرف بزنه. به نحوی که سرانجام نه فقط اشیایی که ساخته یا تولید میشوند، بلکه علاوه بر آن کل زمین و همه نیروهای طبیعت که بیگمان بدون کمک او به وجود آمدند و وجود مستقل از جهان بشری دارند، ارزش خود را از کف میدهند، زیرا نمودار شیگردانی ناشی از کار نیستند. خب دیگه به صریح ترین وجه ممکن همه نقدش رو آرنت در اینجا پیش میکشه. باز هم میخوام توجه شما رو جلب بکنم که چگونه در وضع بشر آرنتی ما میتونیم، اگر حالا نه نقدی خیلی رادیکال، چون نقدهای بسیار رادیکال تری از نقد آرنت به در واقع نگاه ابزارگرایانه و فایده باورانه به جهان، به طبیعت و زمین وجود داره، چه تو سنت‌های چپ، چه تو سنت‌های فمینیستی و دیگر سنت‌ها که حالا من باشون کاری ندارم، اما آرنت رو باید به مسابه، یعنی من چیزم اینه، تأکید خانشم اینه که آرنت رو باید در هیئت یک متفکر ضد ابزارگرایی، ضد مصرف زدگی و ضد فایده‌گرایی بالا کشید، یعنی کسی که حرفهای جدی برای اتفاقا همین وضعیت متأخر ما داره، وضعیتی که
در واقع جهان در خطر مصرف شدنه. اینو دیگه عمه منم دیگه میدونه که حتی غیر از دست راستیایی که فکر میکنن که مسئله تغییرات اقلیمی و اینکه دهن زمین سرویس شده و اینها ترفند چپ هاست و دریوری های شبیه به این که خب احتمالاً با این روایت ها خیلی آشنایی، در چنین وضعیتی، در چنین وضعیتی که همون کلایمت چینج به اصطلاح وضعیت اقلیمی، تغییرات اقلیمی از ابعاد بسیار مختلفی کاملا در زندگی ما حاضره و حالا ما در خاورمیانه و در ایران به شکل خیلی 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 عیان‌تر شاید و لخت‌تر و مسخره‌تر و ترسناک‌تر داریم تجربهش میکنیم، این درس فلسفه ها در واقع توجه ما رو به بنیادهای این در واقع مواجهه فایده گرایانه و ابزار سالارانه نسبت به طبیعت زمین جلب کنن. پس دوستانی که از گاهی از من میپرسن که مثلا آقا این وضع بشر بخونی چه به درد ایران میخوره فلان از یعرفا، که سوال درست یا حالا من بارها اینجا گفتم که خود منم همیشه با این داستان مواجهم و هیچ وقتم نمیتونم از شرش خودم خلاص بکنم، ولی میخوام بگم در چنین نقاطیست که ناگهان یک متن وصل میشه، اتصال پیدا میکنه با وضعیت ما، میتونه پرتوی بیاندازه بر خود زندگی همون آنچنان که داریم تجربهش میکنیم. طبعا هیچ کتابی، هیچ متنی پاسخ یا راه حل بیواسطهی به هیچ یک از مشکلات من شما نخواهد داد، چون من شما در مقام ایرانیانی که در سال 1400 با 1001 گیر و گرفتاری مواجهن باید خیلی مستقیم و بیواسطه با این مشکلات مواجه بشیم. آرنت خریکیه که بخواد حالا جوابی داشته باشه، یا مارکس یا هگل یا هر چیز دیگری، هر نویسنده دیگری، هیچ کدوم از اینا هیچ پاسخ بیواسطه ای برای ما نخواهند داشت، اما به نظرم میتونن نظام التفات‌ها و توجه‌های ما رو جابجا بکنن، یعنی توجهات ما رو به چیزهایی جلب بکنن یا در ذهن ما مسئله هایی بسازن که شاید همین لحظه و همینجا مسئله ما هم باشه، یا دست کم در صورت بندی، در به مفهوم در آوردن مسئله های ما یا به شکل تجربی و ملموس انزمایی باهاشون درگیریم بتوانن کمک رسان باشن یا الهام بخش باشن، نه چیزی بیشتر از این. از هیچ متنی، از هیچ کتابی انتظار اینو نداشته باشید بیواسطه به وضعیت امروزتون گره بخوره. هیچ کتابی برای شما راه حلی نخواهد داشت الا از این کتاب دوزاریایی که از این سلف هلپا که میخوان همین خودیاری و نمیدونم راه‌های نجات و که قورباغه‌تون چجوری قورت بدین یا چجوری گوسفند نباشید، از این دریوریایی که من نمیدونم چیه، یکی از اینها که دقیقاً هم به واسطه همین در نسخه پیچی‌هاشون کذب و فریب محضن، هیچ کتابی، هیچ متنی، هیچ متفکری، گفتم دیگه دارم تکراری حرف میزنم، غیره و غیره. ولی این اتصال ها مهمه. من تلاشم اینه اگر موفق شده باشم و اگر حواسم خیلی پرت نبوده باشه حین خواندن نه آرنت هر متن دیگری که تا الان خوندم، بتونم که این اتصالات رو برقرار بکنم یا حداقل توجهتون رو جلب کنم که اینجا امکانی اتصال هست، امکان اتصال مثلا همه این وراجیایی که آرنت داره راجبه خطر فایده‌گرایی با همه مقدماتی که خودش گفته برای طبیعت، برای زمین، برای تنزل همه جهان به هیئت وسیله داره این حرفاش، چه ممکنه دستاوردی، چه الهامی، چه درسی، چه میدونم هر چیزی برای ما داشته باشه. دیگه گفتم دیگه بیشتر از اینش میشه اطاله کلام. خب 245 لطفاً بیاد یه صفحه اینور پاراگراف 2 کاملا روشن است که یونانیان همانقدر از این ارزش زدایی از جهان، دوباره رفت سراغ جهان ایدئال خودش یونان، یونانیان همانقدر از این ارزش زدایی از جهان و طبیعت همراه با انسان محوری ذاتی آن، این باور پوچ و عبس که آدمی اشرف مخلوقات است، جالب یونانیان میگه باور نداشتن که آدمی اشرف مخلوقات است از این قصه ها، اتفاقا ادیانم ادیان ابراهیمی به ویژه این باور رو جا انداختن که انسان اشرف مخلوقات است و فلان، بس میتونه
و بعد دیگه مخلوقات سوار شو و ازشون سوادی بگیره و چشم وسیله و چشم منبع مصرف و استفاده و از این داستان ها بهشون نگاه بکنه. اینو جا به جا شما میتونید در متون دینی هم ببینید، به وفور میتونید ببینید تا دلتون بخواد. و البته همراه شدنش و در واقع خود فرماسیون سرمایه‌داری و فایده‌گرایی ملازم باهاش، که این رو بدون اینکه لزوما ربطی به الهیات ادیان ابراهیمی و اینجور چیزا داشته باشه، این هستی انسان شناسی رو پست‌بار کردن که انسان به مثابه غایت فی نفسه و همه دیگر چیزها وسیله برای او. حالا داره میگه یونانه اصلا چنین قصه ای نداشتن، اصلا چنین باور پوچ و عبثی نداشتن که آدمی اشرف مخلوقات است و هر چیز دیگری تابع ضرورت ها و فوریت های حیات بشری است. در واقع اونها بیمناک بودن که از ابتذال محض هر گونه فایده گرایی منسجمی بیزاری میجستند. اصلا فایده گرایی دستاورد عصر مدرنه، عصر سرمایه داریه. غیر از یعنی درون جهانی غیر از جهان سرمایه‌داری خیلی بعید بود که سرکله یه چیزی مثل چیه فایده‌گرایی و طبعا همه پیامدها و نتایج و اثرات مخربش برای زندگی و زمین از پی بیاد. اینکه آنان تا چه حد از نتایج تلقی انسان سازنده به عنوان تحقق برترین امکان بشری خبر داشتند، شاید بهتر از هر راه دیگری از طریق استدلال مشهور افلاطون علیه پروتاگوراس و قول ظاهراً بدیهی این یک یعنی پروتاگوراس آشکار شود، مبنی بر اینکه انسان ملاک همه چیزهای مورد استفاده است، ملاک هستی آن چیزها که هستند و ملاک نیستی آن چیزها که نیستند. این جمله پروتاگوراس دیگه. خب افلاطون خیلی سعی کرد زور زد که اینو بزنه، این دعوی رو. روشن است که پروتاگوراس برخلاف آنچه سنت و ترجمه‌های متعارف در دهان او گذاشتن نمیگفت که انسان ملاک همه چیز است، بلکه انسان ملاک همه چیزهای قابل استفاده است. جان کلام این است که حالا از اینجاش مهمه، جان کلام این است که افلاطون بلافاصله دریافت که اگر انسان را ملاک همه چیزهای مورد استفاده بدانیم، در واقع جهان به انسان استفاده کننده و ابزارگردان منسوب می‌شود، نه به انسان اهل سخن و اهل عمل یا انسان متفکر. این بسیار مهمه و به نظر من باز درس ها و دستاورد های بسیاری برای ما داره. جهان جدید، جهان مدرن، سرمایه‌داری متأخر، نولیبرالیز، هر چیزی که میخواید اسمشو بذارید بذارید، ولی اگر بخوایم یه ذره آرنتی صحبت بکنیم، در واقع عصر حاکمیت از این طرف انسان زحمتکشه و تقلیل همه زندگی به زحمتی برای امرار معاش، بقای بعضن صرف بدون صورتهای عالی انسانی تر و غیره و غیره، و از یه طرف دیگه از حاکمیت انسانهای سازنده، انسانهایی که به همه زمین و زمان و طبیعت و دیگر کرات دیگه هم الان به چشم منبعی برای استفاده و مصرف و چیزهای دیگه شبیه این می نگرند. و هر چقدر که این انسان سازنده دست بالا پیدا بکنه، که البته دست بالا پیدا کرده و مدت هاست که دست بالا پیدا کرده در فرماسیون سرمایه‌داری، در واقع فضا رو برای انسان اهل عمل، انسان اهل سخن، همون انسان سیاسی یا انسان متفکر تنگ میکنه. بازم گفتم امروز فیگورهای دست بالا کی هست؟ یه فکر میکنم معلومه دیگه، استیو جابز، این یارو ایلان ماسک، این یارو چی اسمش آمازونیه، جف بزوز، اینها این انسانهای سازنده هستند که ملاک ها و معیارهای اصلا خود زندگی رو دارن تعریف میکنن و اصلا نوع مواجهه ما با خود زندگی، با خود جهان، با طبیعت، با زمین، با دیگر انسانها رو دارن پیش میبرن. در عصر حاکمیت ظاهراً بلا منازع انسان‌های سازنده، اون انسان سیاسی یا انسان متفکر یا هر چیزی شبیه این، بیشتر شبیه احمق‌ها جلوه می‌کنه، نه؟ یعنی شبیه همین دیگه، باورهایی که جامعه ما هم باش عجینه، یعنی انسان‌هایی که دنبال نخودسی‌ها می‌گردن یا سرشون بوی قرمه سبزی میده دیگه، نه؟ یا دارن آب در هوا میکنن میکوبند، دنیا داره به کجا میرسه، طرف داره میره مریخ، بعد مثلا
یه عده اینجا وایسادن مثلا اون باز مثال خوده بود دارن آرنج میخوان، یا مثلا دارن از این حرف میزنن که اینجا طبیعت مثلا فلان بشه و همان بشه، این کارخونه رو اینجا بسازی طبیعت دهنش سرویس میشه، در صورتی که امروز عصر رشدگراییه، امروز عصر تولید ثروته و عصر رقابت‌های جهانیه. چه جای حرف هاست، چه جای رومانتیک بازی و احساسات بازی و طبیعت و مبیعت و اینجور قصه هاست، حتی تو این بحث ها حتی چیز اون همه جا داریم دیگه، همه جا میتونیم به زبانهای مختلف میتونیم این رو ببینیم. حتی یه مشت از این راستای در واقع دست آدم بسته صفات مختزی استفاده بکنه، از این راستای ایران از دو سه سال پیش که همین کنفرانس پاریس و معاهده در واقع تغییرات اقلیمی و اینجور چیزا بود، در واقع نقدشون این بود که آقا اینها برای اینکه کشورهای مثل ما رو، مثلا کشورهای در حال توسعه رو عقب بندازن، دارن معیارهایی برای مثلا محدود کردن تولید گازهای گلخانه‌ای و نمیدونم از این چیزا وضع میکنن، در صورتی که کشورهای در حال توسعه از جمله ما که خب صنایع سنگین یا در واقع گازهای گلخانه‌ای و چیزهای شبیه این رو به واسطه صنایعشون اما نفت و پتروشیمی و از اینجور داستان گاز و فلان اینا دارن تولید میکنن، این کشورها تمام به شدت موتور محرکشون همین صنایعیه که حالا وصلن به مثلا تولید گازهای گلخانه‌ای یا نمیدونم سوختهای فسیلی و غیره و غیره. این محدودیت هایی که به نام محیط زیست و نسل‌های آینده و از این چیزها دارن میذارن، در واقع تلاشیست برای کند کردن موتور رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه مثل ایران، و از این چشم مخالفت میکردن که اگه ما بپیوندیم و بپذیریم این محدودیت ها رو، در واقع موتور توسعه خودمون رو متوقف کردیم و از این حیث چیز میکردن. حالا تا دلتون بخواد دیگه این روزها با چشم مسلح و غیر مسلح و همه جور میشود پیامدهای این توسعه گرایی ابلهانه رو در جا به جای ایران دید، جایی که چون در استان گلستانش الان در خیلی از شهرها و روستاش با تانکر آب میبرن در شمال کشور. یا حالا دیگه این من قصه حسینکور شبستری براتون نخونم، مثالها رو همتون خودتون در جریانش هستید که در واقع مبنای نقدش باید یه جور نگاه توسعه گرایانه سرمایه داری باشه که به کل طبیعت، به کل جهان به چشم منبعی که میشود ازش استفاده کرد یا میشود ازش چیزی ساخت یا میشود به مثابه وسیله‌ای برای فلان چیز یا بهمان چیز ازش استفاده کرد نگریست. اگر من به نقد ریشه‌ای وضعیت تغییرات اقلیمی مخرب در ایران نیاز داریم که من فکر می‌کنم به این نقد ریشه‌ای نیاز داریم، این نقد باید بتونه تا کنه این هستی شناسی اصلا پیش بره و نشون بده که دل اون هستی شناسی، اون آنچنان فهمی، آنچنان بنیادهایی، یک چنین کثافت‌کاری هم در میاد، بدون اینکه من بخوام از مجرای رادیکالیزه کردن نقد، یعنی ریشه‌ای کردنش و تا ریشه عقب بردن این نقد، ضرورت مبارزه سیاسی رو کتمان بکنم، مبارزات مدنی رو کتمان بکنم با فلان کارخونه، با فلان سد، با فلان ویلا سازی، با فلان ارزم به حضور شما که تجاری سازی طبیعت و غیره و غیره. یعنی اینها سطوح مشروع نقده، ولی من به یک نقد رادیکال تر دارم فکر میکنم. حالا بگذاریم، پس اینجا معلومه دیگه قصه چیه. نه، جان کلام این است که افلاطون بلافاصله دریافت که اگر انسان را ملاک همه چیزهای مورد استفاده بدانیم، در واقع جهان به انسان استفاده کننده و ابزارگردان منسوب می شود، نه به انسان اهل سخن و اهل عمل یا انسان متفکر. و چون انسان استفاده کننده و ابزارگردان به اختزای طبیعتش در هر چیزی به چشم وسیله‌ای برای غایتی، در هر درختی به چشم چوبی بالقوه نظر می کند، بیگمان این امر نهایتاً حاکی از آن خواهد بود که انسان نه تنها ملاک چیزهایی که وجودشان بسته اوست، بلکه عیناً ملاک همه موجودات می شود. در این تفسیر افلاطونی پروتاگوراس حقیقتاً همچون اولین منادی کانت به نظر می رسد. خیلی ربطای عجیب غریبی داره برقرار می کنه و در این حال درست،
زیرا اگر انسان ملاک همه چیز باشد، این خیلی شبیه به داره میگه، خیلی شبیه به همون حرفی که کانت بعدا خواهد زد که انسان تنها غایت فی نفس است، فقط انسانی که غایتی است که هر همه دیگر چیزها در نهایت باید حکم وسیله برای او رو داشته باشن. میگه از این حیث چیزی هست، قرابتی هست بین حرف پروتاگوراس و حرف پسینتر کانت. زیرا اگر انسان ملاک همه چیز باشد، یگانه چیزی است که بیرون از رابطه وسیله غایت جای میگیرد، یگانه غایت فی نفسه که میتواند از هر چیز دیگری به صورت وسیله‌ای استفاده کند. افلاطون به خوبی میدانست که امکانات تولید اشیایی که مورد استفاده قرار میگیرند و رفتار کردن با همه چیز طبیعت به صورت اشیایی که بالقوه مورد استفاده اند، همانقدر حد و مرزی نمیشناسد که خواستا و استعدادهای آدمیان بی حد و حصر است. پس داستان ما اینه که این نگاه فایده‌گرایانه انسان سازنده‌ای که به همه جهان در هیئت اشیایی می‌نگرد که می‌توانند وسیله‌ای باشند، ابزاری باشند برای مورد استفاده قرار گرفتن، فاقد هیچ حد و مرزیه. همه چیز رو نگاه فایده‌گرایانه انسان سازنده اگه حاکم بشه، اگر جارو برای انسان اهل سخن، انسان اهل عمل، انسان سیاسی که بر وفق غایات دیگری و ارزش‌های دیگری به جهان مینگره تنگ بکنن که تنگ کردن، در اون صورت همه چیز و همه چیز و همه چیز، حتی باز میگم خود انسان‌های دیگه به هیئت وسیله در میان. اگر بگذاریم ضوابط، این جمله طلایی است، اگر بگذاریم ضوابط انسان سازنده بر جهان تمام شده حاکم شوند، آنچنان که به ضروره بر ایجاد این جهان حاکمان، آنگاه انسان سازنده نهایتاً همه چیز را برای خود برمی‌دارد و همه موجودات را به چشم وسیله صرف برای خودش می‌بیند. او درباره هر چیزی چنان داوری خواهد کرد که گویی به دسته خرمتا، یعنی اشیای مورد استفاده، حالا یونانی بودی، حالا من چیزی خوندم درست خالص نمی‌دونم، ولی به معنای اشیای مورد استفاده تعلق دارد، به گونه ای که اگر بخواهیم از مثال خود افلاطون استفاده کنیم، باد دیگر نه به اعتبار خودش به معنی نیروی طبیعی، بلکه صرفا بر وفق نیاز انسان به گرما و تراوت درک خواهد شد. و این هم البته با آن معناست که باد در مقام داده عینی از دایره تجربه بشری بیرون گذاشته شده است. به دلیل همین نتایج است که افلاطون آنجا که در اواخر عمر بار دیگر در رساله قوانین سخن پروتاگوراس را نقل می‌کند، با ضابطه‌ای که همیش تناقض آمیز چنین پاسخ می‌دهد: نه انسان که به جهت خواسته‌ها و استعدادهایش می‌خواهد از هر چیزی استفاده کند و بنابراین نهایتاً کارش به انجام می‌کشد که ارزش ذاتی هر چیزی را از آن سلب می‌کند، باری نه انسان بلکه خدا ملاک حتی چیزهای صرفاً مورد استفاده است. حالا کاری به راه حل افلاطون ندارم که انسان رو برداشت خدا رو گذاشت، ولی بنیاد نقد آرنتی الان به جهان مدرن ارزم به حضور شما که فایده‌گرایانه، که در واقع نام دیگری است برای خود همین سرمایه‌داری متأخر، باید تا اینجا دیگه برای همه ما به خاطر کفایت روشن شده باشه. خب بریم بند 22، بازار مبادله. یهو آرنت بحث رو میکشونه به سطح دیگری، سطح بازار مبادله. شاید بتونید حدس بزنید که یهو بعد از این داستان ها چرا پای بازار مبادله رو میکشه مثلا در نسبت با اشیا. خب به این دلیل ساده که تا الان وقتی ما صحبتمون ناظر به چیز بود، اشیای مورد استفاده بود به عنوان مقدم جهان، خب این اشیا کجا میشه اشیا رو پیدا کرد؟ این اشیا کجا سرکلشون پیدا میشه؟ کجا وارد عرصه رویت پذیری میشن؟ در بازار. بنابراین قلم روه به ویژه حالا در عصر مدرن، همون قرن 17 به این سو یا در جهان سرمایه داری، اشیا سرکلشون پیدا میشه به واسطه یه وجود یک عرصه عمومی که اسمش بازاره. حالا ببینیم که بحث رو آرنت چجوری پیش میبره. صفحه 246 از همون ابتدای بند 22، بازار مبادله. زمانی مارکس در یکی از آن اظهار نظرهای ضمنی بسیاری
که گواه شم تاریخی ممتاز او هستند چنین گفت که تعریف بنجامین فرانکلین، یه بابایی بود یه آمریکایی قرن 19 که خب به هر حال بسیار در قوام و شکل گیری اون چیزی که شاید بتونیم امروز اسمشو فرهنگ آمریکایی بذاریم، به هر حال نقشی پا کرد. چنین گفت که تعریف بنجامین فرانکلین از انسان مبنی بر اینکه او موجودی ابزار ساز است همانقدر مشخصه یانکی بودن، یانکی یعنی امریکایی دیگه، یعنی مشخصه عصر جدید، یعنی رو آمریکایی بودن و با عصر جدید و همین جهان سرمایه دارین اینا یکیه. انسان به مثابه موجود ابزارساز، میگه همانقدر این تعریف مشخصه یانکی بودن یعنی مشخصه عصر جدید است که تعریف انسان به صورت حیوانی سیاسی معرف عصر باستان بود. پس انسان به مثابه حیوان سیاسی میشه معرف اصلا شأن و منزلت انسان در عصر باستان و به ویژه حالا دولت شهرهای یونانی و جمهوری رومی و غیره و غیره، و انسان به مثابه موجود ابزارساز با همه مؤلفه هایی که ما باش برای تا اینجا برشمردیم میشه معرف خود انسان در عصر مدرن یا در جامعه سرمایه‌داری قرن 17 به بعد. درستی این گفته مارکس در این واقعیت نهفته است که عصر مدرن همانقدر مصمم بود که انسان سیاسی، یعنی انسانی را که عمل میکند و سخن میگوید، از حیطه عمومی بیرون کند، و این یکی از مهمترین دستاوردهای، یا اجازه بدید بگم که یکی از مهمترین دعاوی آرنت در کتاب وضع بشر که از قرن 17 به بعد اتفاقا هی بر چقدر جلوتر اومدیم فضا برای انسان سیاسی تنگتر و تنگتر شده، چون انسان سیاسی فقط بر وفق سخن و عملی که در جهان هست، یعنی اصلا مقبماتش و مؤلفه های انسان سیاسی اینکه که میتواند سخن بگوید در حوزه عمومی راجع به موضوعات همگانی و میتواند و میخواهد بر وفقش عمل بکنه، و این دقیقا از اصل مدرن به این سو هر چی که جلوتر آمدیم ارزش کمتری پیدا کرده و کنش سیاسی شهروندان آزاد و برابر جای خودش رو بیشتر و بیشتر به یه جور فن حکمرانی داده، نه فن حکمرانی که در واقع دولت به نیابت از مردم، خلق، ملت یا هر چیزی دیگه ای رشته امور رو به دست میگیره و امور رو رتق و فتق یا منیجمنت هم و مدیریت یا در واقع ادمنستریت میکنه. در واقع سیاست پالیتیکس جای خودش رو داده به منیجمنت، سیاست جای خودش رو داده به مدیریت کردن امور، اونم به دست مثلا نهادهای سیاسی مثل دولت یا به اتکای سوژه هایی که سیاست مدارای حرفه‌ای هستند. شهروندان میشن حالا یا در هیئت حیوان زحمتکش ظاهر میشن یا در هیئت حیوان های ابزارساز که به هر حال کمتر بیشتر در قلمرو خصوصی خودشون جا خوش کردن یا در واقع در بازار دنبال جایی برای خودشون میگردن در همون سازمان اجتماعی کار، و امور سیاسی واگذار شده به همون سیاستمداران حرفه‌ای که کمتر یا بیشتر کارمندان دولتن. بنابراین سیاست تقلیل پیدا کرده به همون فن حکمرانی که دولت داره پیشش میبره، و دیگه کنش سیاسی که دست خود شهروندان برای اداره امورشون هست که در واقع معادل قسمی خودگردانی جمهوری خواهان است دیگه شأن و منزلتی در عصر مدرن نداره، یا اینکه حداقل فضا براش تنگ شد. اینو داشته باشید، این یکی از دعاوی دوستمون آرنت. درستی این گفته مارکس این واقعیت نهفته است که اصل مدرن همانقدر مصمم بود انسان سیاسی، یعنی انسانی را که عمل میکند و سخن میگوید، از حیطه عمومی بیرون کند، که اصل باستان مصمم به بیرون کردن انسان سازنده بود. یادتونه دیگه که چقدر چه انسان تا جایی که درگیر لیبره، تا حتی تا جایی که درگیر صنعت و صناعت و ورکر و یونانیان اساساً از حیطه عمومی بیرون میکردن، حیطه عمومی برایشون قلمرو انسان سیاسی بود، برای انسان سیاسی و کنش سیاسی و مداخله در امور عمومی و همگانی یونانیان بیشتری اهمیت رو قائل بودن و کمترین اهمیت رو برای لیبر و ورک، چون اونها صرفاً اموری مربوط به ادامه حیات بود یا صرفاً برپا کردن جهانی از اشیا بود که ارزش بی نفسی برای خودش نداشت. اون چیزی که ارزشش بی نفس ارزش فی نفس داشت برای یونانیان باستان همون کنش مؤلفانه سیاسی بود برای برپا کردن خود حیات شهر، زندگی جمعی در حضور و با مشارکت دیگران.
در هر دو مورد این طرد شکل قطعی پیدا نکرد، آنطور که طرد زحمتکشان و طبقات بیچیز تا زمان رهاییشان در قرن 19 صورتی قطعی داشت. عصر مدرن البته نیک میدانست که حیطه سیاسی همواره تابع محض جامعه داخل گیومه نیست و لزومی هم ندارد که چنین باشد، تابع محض چیزی که هدف از آن حفظ جنبه مولد و اجتماعی طبیعت بشر از راه اداره دولتی امور است. ادعای عصر مدرن در نهایت همه قافیه رو رغم همه اون در واقع گرایشی که درون خود جامعه سرمایه‌داری وجود داشت، انسان سیاسی رو بندازه بیرون و حیطه سیاسی رو تابع جامعه بکنه، جامعه به مثابه در واقع همون قلمرو اجتماعی که شاهد حضور انسان‌های بهنجار شده‌ای که هر کدوم صرفاً زندگی خصوصی خودشون رو گرفتن و چسبیدن و امور رو واگذار کردن به یه جور اداره دولتی امور، میگه به رغم چنین گرایشی اما به تمام حیطه خصوصی هم دود نشد و هوا نرفت. دست کم ما برهه‌هایی رو یا دقایق و مومنت‌هایی رو در عصر مدرن به این سمت می‌شناسیم که دوباره اون صدای سیاسیه یا اون انسان سیاسی دوباره سرکلش پیدا شد و سعی کرد که در حوزه عمومی مشارکت بکنه و در واقع خود دولت رو بر بیاندازه و امور رو به دست بگیره. مثلا انقلاب فرانسه شاید یکی از این دقایق، شاید انقلاب 1917 روسیه یکی از اون دقایق باشه، انقلاب آمریکا که آرنت خیلی بهش دیده موافق مینگره یکی دیگر از اون دقایق، شاید انقلاب 57 ما هم به قول این روزی ها شورش 57 هم شاید یکی از این دقایق باشه، حالا مستقل از پیامه در یک از اینا که حالا به چه نتایجی رسیدن یا نرسیدن. به هر حال عصر مدرن به رغم این گرایشی که داشت تا انسان سیاسی رو بندازه بیرون و سیاست تقدیر بده همون فن حکمرانی به دست دولت و سیاست مداران حرفه‌ای، اما جا به جا شاهد دقایق و لحظه های گیرم کمیاب و نادری است که دوباره انسان سیاسی کوشید که از لاک دفاعی خودش بیاد بیرون، از اینکه همه زندگیش منحصر بشه به صرف تقلا برای بقا بتونه از این حیطه بزنه بیرون و تجربه مشارکت در ساختن امر جمعی رو از سر بگذرونه. در همین زمانه ما هم اگر دوروبرمون بنگریم میتونیم انبوهی از این کنش ها رو باز فارغ از نتایجشون و پیامدهاشون ببینیم. همین لحظه ما همینجور در جامعه خودمان نیز هم، جامعه که ظاهرا همه از رشد یه جور فردگرایی که صرفا سلف اینترست خودش رو میفهمه، منفعت شخصی خودش رو میفهمه و از هر شکلی از مشارکت کردن در امور عمومی انصراف داده یا ابا داره یا ریسکش اونقدرها نمیخواد بپذیره، به رغم اینکه ما توافق داریم احتمالا که در چنین جامعه‌ای و اصلا در چنین زمانه‌ای زندگی میکنیم که اصل حاکمیت سلف اینترست هاست و تنک شدن و بیمایه شدن و کمزور و توش و توان شدن امور همگانی و امور جمعی حتی در چنین وضعیتی و در چنین جوامعی، باز هم شما میتونید اون لحظه های سیاسی رو به معنای دقیق کلمه بفهم پیدا بکنید، اون لحظه که مردم به هیئت یک کثرت وحدت یافته از راه میرسن تا به اتکای کنش خودشون زندگی جمعی خودشون رو نجات بدن. اما این از هر چیزی را که بیرون از دایره اعمال قانون و نظم بود بیهودگویی و نخبت به شما میابد. قابلیت بشری که اصل مدرن دعوی خیش مبنی بر مولد بودن ذاتی و طبیعی جامعه را بر استوار ساخت، مولد بودن بیچون و چرای انسان سازنده بود. به عکس عصر باستان انواع اجتماعات بشری را که در آنها نه شهروندان پلیس و نه رسپوبلیکا یا همون جمهوری به معنای دقیق کلمه هیچ کدام محتوای حیطه سیاسی را ایجاد و تعیین نمی‌کردند کاملا می‌شناخت. اما در این عصر حیات عمومی انسان عادی محدود می‌شد به کار کردن برای مردم به طور کلی، یعنی محدود می‌شد به کارگر مردم بودن به تمایز از زحمتکش خانه بودن و بنابراین برده بودن. الان معلوم میشه حرف یعنی چی. نشانی این اجتماعات غیر سیاسی که میگه از عصر باستان هم میدونست که اجتماعات غیر سیاسی هم وجود دارن
یعنی اشتباهات سیاسی که شهروندان اگه میان بیرون، اگه وارد حیطه عمومی میشن برای کنش سیاسی اینها نیست. یا کاملا برگردیم به ترمینولوژی یونانیان، آگورا براشون، چون ما هنوزم آگورا رو که این روزا خیلی باب شده در ایران هم زیاد آگورا میکنن و خوب هم میکنن که آگورا میکنن. درسته که من حیطه عمومیه و در واقع قلمرو مواجهه خود شهروندانه، اما در لحظه های سیاسی گوناگون بعضا دلالت های گوناگون داشته، حتی در یونان باستان. چون میدونید آگورا هم به معنای مثلا میدان عمومی که شهروندان درش جمع میشدن و سر مسائل عمومی گفتگو میکردن و به این معنا یک فضای شهری به غایت سیاسی بود، و هم در دوره هایی که شاید بتوان آنها را دوره های سیاست زدایی نامید، یا در واقع لحظه هایی که جامعه سیاسی نیست نامید، آگورا یعنی بازاره. در واقع باز حیطه عمومی که بیشتر از این که قلمروی کنشگری متقابل افراد باشه برای اینکه امور عمومی خودشون رو یه تصمیمی براش بگیرن، یه فکری باهاش بکنن یا چیزی شبیه به این، میشد راسته این صنف یا اون صنف. یعنی آگورا هم به معنای میدان سیاسی، یک میدان سیاسی، و هم به معنای راسته بازار، هر دو اینها. نگاه کنید، نشانه این اجتماعات غیر سیاسی آن بود که مکان عمومی آنها، همون آگورا، محل ملاقات شهروندان نبود، بلکه بازاری بود که در آن صنعتکاران و پیشه‌وران می توانستند محصولاتشان را به نمایش گذارند و مبادله کنند. به علاوه در یونان خواست همواره ناکام مانده همه مستبدان این بود که شهروندان را از دغدغه امور عمومی هدر، دوره هایی که دسپوتیزم تو خود یونان هم دست بالا پیدا میکرد، یه جور همون جباریت یا بالا استبداد یا هر چیزی شبیه این، تلاش این بود که یعنی این دسپوتیزم نمیتونست موفق بشه و پیش بره مگر اینکه آگورا رو نابود کنه، آگورا رو به مثابه میدان سیاسی یا همون قلمرو ملاقات شهروندان بتونه این آگورا رو زیرا بشه بزنه. هنوزم باز دوباره چیز که اتصالات رو برقرار بکنید یا ترجمه بکنید به زبان امروزی خودمون، یا معادل سازی بکنید به تجربه زیسته خودمون، امروز هم حاکمیت هر شکلی از دسپوتیسم و جامعه مثل ما هم داره از مجرای یک جور تلاش سیستماتیک برای نابود کردن آگورا یا هر چیزی که میتونه نقش آگورا رو بازی کنه. اگر یه زمانی شبکه‌های اجتماعی هم میتونن نقش آگورا رو بازی کنن، چون به نظر میرسه که امروز سوشیال میدیا، سوشیال نتورک ها، شبکه‌های اجتماعی دارن نقش آگورا رو بازی میکنن، همون نقش قلمرو و فضایی برای ملاقات شهروندان، حالا فارغ از اینکه توش دعوا میکنن یا بحث میکنن یا هر کاری دیگه ای. به هر حال بچه آگورا همواره یک بچه آگونیستیک هم داشته دیگه، یعنی پر از جدل و مناقشه و تو بگو و من بگو اینجور چیزا بوده. برحال داشتم اینو گفتم که هر شکلی از دسپوتیسم در هر برهه تاریخی از جمله در جامعه ما، یکی از مجاری پیشرویش و تثبیت خودش این که آگورا رو بزنی، این که اصلا حیطه عمومی رو شیره سیاسی شو بکشه و اتفاقا خیلی بیشتر تبدیلش بکنه به بازار، نه؟ یعنی سیاست زدایی کنه ازش، ولی با بازاری شدنش هیچ وقت مشکلی نداشته. الان هم همینه، اگر شما مثلا چه میدونم اینستاگرام قلم چیز یا توییتر یا چه میدونم این چی هن اینا، کلاب هاوس، همه این شبکه های اجتماعی، مثلا تا جایی که عرصه کار و کاسبی و تبلیغات و پول در آوردن ملته، خب چی از این بهتر، مشکلی نیست. ولی دقیقا داستان اینجاییه که آگورا یا مکان عمومی از جمله ورژن متأخرش که بازم دارم میگم به زعم من همین سوشال نتورک ها هستن، به محض اینکه یک دلالت سیاسی پیدا میکنن و به فضای برای ملاقات شهروندان تبدیل میشن، برای اینکه راجع به مسائل عمومی خودشون حرف بزنن و تصمیم بگیرن و بحث بکنن و چیزی شبیه این، به محض اینکه اون مازاد سیاسی رو پیدا میکنن، حالا تبدیل میشن به چیزی که باید جمعش کرد. یادتون باشه مثلا آبان 98 وقتی حاکمیت اینترنت رو قطع کرد، بیشترین نقد هایی که بعضن از جانب خود دولتی ها مطرح می شد این بود که آقا چقدر کارکاسبی ها مثلا که چیز شد، نابود شد کلی ما، و اون وزیر چیه این یارو، وزیر جوان
وقتی سرکلش بعد از وصل دوباره اینترنت پیدا شد، اول از هر چیز عذرخواهی کرد از مردمی که به واسطه اینترنت و بیزنس هایی که بیزنس های خانگی یا هر چیزی که توی رواسطه شبکه های اجتماعی اینو راه انداخته بودن متضرر شدن، ببخشید عذر میخوایم و فلان. ببین این خیلی نقطه مهمی بود دیگه، بقیش خودتون حتما میدونید بهتر از من. برحال و علاوه در یونان خواست هموار ناکام مانده همه مستبدان این بود که شهروندان را از دغدغه امور عمومی، هدر دادن وقتشان در فعالیت بی ثمر اجتماع کردن آگوره یونیون و باز اصطلاح یونانیش پرداختن به امور شهر باز دارند. باز لطفاً به اتصالات دقت کنید، میخواد مدل سازی بکنید. دوباره اون فراز مهم ارسطو رو در رساله سیاستش که خوندم دیگه اون دفعه، نه کجا بود الان امتحان پیداش کنم، که راجب دسپوتیزم ایرانی صحبت کرده بود که یکی از راه‌های در واقع استمرار جباریت یا همون حکومت‌های استبدادی از جمله حکومت ایران این بود که آگورا رو بزنه و اصلا اجازه این رو نده که مردم با هم جمع شن دور هم دیگه و راجب مسائل عمومی بحث بکنن. حرف ارسطو بود که راجب ایرانیان اون موقع گفته بود که به این شکل در واقع دسپوتیزم در خودشون استمرار می‌بخشه. اگه همه اینا رو بزنیم کنار هم دیگه اون موقع حرف آلت هم خیلی خیلی معنادار میشه و دیگه منحصر به همه مستبدانی که در یونان میخواستند در واقع مردم را دغدغه و از پیگیری دغدغه عمومیشون منصرف بکنن دیگه منحصر نمیشه به یونان، کاملا میشه یه قاعده به نظرم یونیورسالی که در دوره های تاریخ مختلف میشه ردش رو گرفت. به هر حال و آگورا را به صورت مجموعی از مغازه ها نظیر بازارهای حکومت های استبدادی شرقی درآوردند. بس ببینید یه گرایشی انگار وجود داشته، بازم میگم گرایشی که هنوز هم وجود داره در این که هر شکلی از آگورا رو، هر شکلی از زندگی جمعی رو، هر شکلی از میدان رو، مثلا میدان به مسابقه یه عرصه رویت پذیری که آدم ها میتونن بیان و همدیگر رو ببینن، محصولاتشون، کارهاشون، سخنشون و عملشون رو به نمایش بگذارن برای دیگران یا رو به دیگران تقلیل پیدا بکنه، اون تم سیاسیش به در واقع یعنی سیاست زدایی به نفع بازاری سازی، از آگورا سیاست زدایی کنید و در عوض تبدیلش کنید به بازار، تبدیلش کنید به راستای به مراکز خرید و مالها و نمیدونم فلان فلان چیزا عمومیه دیگه، که اونجا افراد حالا هم خودشون رو به اونجا به معنای خودشون رو به نمایش میگذارن و دیگرانی که خودشون رو به نمایش گذاشتن رو میبینن. دیالکتیک دیدن دیده شدن شاید بیشتر از هر کجایی در آگورا به مسابقه بازار خودشون نشون میده، نه؟ حالا باز داستان خیلی زیاده ولی زمانمون کم، اجازه بدید بیام جلو. مشخصه این بازارها و بعدها مشخصه محله‌های تجاری و صنعتی شهرهای قرون وسطا این بود که نمایش کالاها برای فروش همراه بود با نمایش تولید آنها. این شما میتونید الان هست دیگه تو بازارهای تو همه بازارها هست، شما وقتی تو راسته مثلا چه میدونم بزازها یا راسته مسگرها یا هر چیز قدم میزنید فقط محصولات نمیبینید بلکه مثلا استادکاری رو میبینید که مشغول تق تق داره میزنه مثلا اون کالا رو حالا یا شی هر شیی که هست رو داره میسازه، یعنی هم شی رو میبینید هم فرایند ساختن به تولید شی رو. تولید مشهود، اگر اجازه داشته باشین استر وبلن رو تعریف دهیم، پرستون وبلن همون جامعه شناسی آمریکایی که اون کتاب مهمه The Leisure Class یا طبقه تناسا یا طبقه مرفه یا هر چیزی رو نوشته بود، خب ترمش مصرف مشهوده یا مصرف تظاهریه که داشت این بود که ویژگی عمده لژر کلاس یا طبقه تناسا اینه که مصرفش رو مصرف تظاهریه، یعنی اینکه مصرف گرایی خودشون خود بخود چش و چار ما همه هیچ کیز میتکیز دیگه. امروز هم ما باشون مواجهیم، همین سیلیبریتی هایی که همین زندگی لاکچری خودشون رو میخوام به نمایش بدن. خب در سال 1900 وبلن در کتاب لژر کلاس به درز درخشانی این رو تحلیل کرده بود. حالا میگه تولید مشهود، اگر اجازه داشته باشین سر وبلن رو تغییر دهیم، به واقع همونقدر
مشخصه ای از مشخصات جامعه تولید کنندگان است که مصرف مشهود یا همون مصرف تظاهری مشخصه ای از مشخصات جامعه زحمتکشان. برخلاف حیوان زحمتکش که زندگی اجتماعیش بی جهان و گلوار است و بنابراین نمیتواند حیطه عمومی و جهانی بسازد یا در آن ساکن شود، انسان سازنده کاملا میتواند حیطه عمومی از آن خودش داشته باشد، حتی اگر حیطه سیاسی به معنی دقیق کلمه نباشد، که میدونیم نیست، چون حیطه عمومی که انسان سازنده میسازه همون بازار مبادله است، همون جایی که اشیاشو میاره و با اشیای دیگر مبادله میکنه، یه چیز میده یه چیز میگیره، حالا یا مستقیم و پایاپا یا به میانجی پول، و طبعا بیشتر دومی. حیطه عمومی انسان سازنده آنادر میگه دیگه، بازار مبادله است که در آن میتواند محصولات دست خود را به نمایش گذارد و ارج و احترامی را که شایسته اوست دریافت کند. این میل و علاقه به نمایشگری ربط وثیقی دارد به تمایل به معاوضه، تاخت زدن و مبادله یک چیز با چیز دیگر، و احتمالاً به اندازه همین تمایل ریشه‌دار و دیرینه است، تمایلی که به گفته آدام اسمیت بچه ممیز انسان از حیوان است. بچه ممیز انسان از حیوان چیه؟ به زعم اسمیت مبادله است. پس حالا میتونید متوجه بشید که اهمیت بازار مبادله اینجا در فصلی که راجع به کاره از چه حیثه. صفحه 25 لطفا تشریف بیارید، پاراگراف دوم. به لحاظ تاریخی واپسین حیطه عمومی، آخرین ملاقاتگاهی که دست کم به فعالیت انسان سازنده مربوط است، بازار مبادله است که محصولات او در آنجا به نمایش گذاشته می شود. جامعه سوداگر که مشخصه مراحل متقدم عصر مدرن یا آغاز سرمایه‌داری تولیدی بود، جامعه سوداگر یعنی به ویژه جور جامعه تجاری که مبتنی بر مبادله کالاهاست. جامعه سوداگر که مشخصه مراحل متقدم عصر مدرن یا آغاز سرمایه‌داری تولیدی بود، از همین تولید مشهود سر برآورد که با میل شدید به امکانات جهانگستر معاوضه و تاخت زدن ملازم بود و پایان آن با سر برآوردن زحمت و جامعه زحمتکش فرا رسید که به جای تولید مشهود افتخار آن مصرف مشهود و نخوت همراه با آن را نشاند. بیگوان کسانی که در بازار مبادله همدیگر را می‌دیدند، دیگر خود سازندگان یا تولید کنندگان نبودند، و همانطور که مارکس بارها خاطر نشان کرد، آنها نه در مقام اشخاص بلکه در مقام صاحبان کالاها و ارزش‌های مبادله با هم دیدار کردند. یعنی دیگه بازار مواجهه افراد با همدیگه، مثلا فرض کنید در بازار کار، باز بازار با بازار متفاوت دیگه، بازارهای مصرف، بازارهای کار، بازارهای تجاری و غیره و غیره. مثلا در بازار کار افراد با هم دیگه در این جامعه سوداگر سرمایه دارانه دیگه در هیئت پرسن ها یعنی شخصی که شخص واجد شأن، نه به این میگیم پرسن، با هم مواجه نیستن، یعنی به مسابقه به ویژه شخص حقیقی، بلکه به مسابقه یه جوری شخص حقوقی با هم دیگه مواجهن، یا در هیئت به قول مارکس که آرنت هم میپذیره صاحبان کالاها و ارزش‌های مبادله. یه کارگر در واقع نه در مقام پرسن وارد بازار کار میشه، در مقام شخصی واجد شأن و کرامت انسانی که واجد تکینگی و فی نفسگیه برای خودش و انسان است، یه غایت فی نفس است، نه بلکه در مقام صاحب کالا. چه کالایی؟ نیروی کار، نه چون که یک کارگر هم مالکه، یا در واقع مالک فقط از یک حیث مالکه، مالک نیروی کارشه و نیروی کارش رو به مسابقه کالا میره تو بازار و به کارفرما که خریدار نیروی کار رو به مسابقه کالاست میفروشه. پس افراد در بازار مبادله مدرن به همدیگه به هیئت نه اشخاص بلکه به هیئت صاحبان کالاها و ارزش‌های مبادله می نگرند. در جامعه‌ای که مبادله محصولات به صورت فعالیت عمومی اصلی در آمده است، حتی زحمتکشان از آن رو که با صاحبان پول یا کالا مواجه می شوند مالک می گردند، مالک نیروی زحمتشان یا همون نیروی کارشان. تنها در اینجاست که از خود بیگانگی مشهور مارکس، تنزل انسان‌ها به سطح کالا آغاز می شود، و این تنزل
مشخصه وضعیت زحمت در جامعه تولیدی است که درباره انسان‌ها نه به عنوان شخص بلکه به عنوان تولید کننده مطابق کیفیت تولیدشان داوری می‌کند. خب با این داستان که دیگه آشنایی. بیاید صفحه 251 پاراگراف دوم خط ششم یا هفتم از بالا. در این روندی که از صنعتکاری در انزوا آغاز می شود، همون باز دوباره روند ساختن، روند تولید، حالا آرد بخواد توضیح بده چجوری روند تولید و ساختن که اول در انزوا اتفاق می افته، یعنی هر صنعتکاری یا هر استادکاری یا هر سازندهی اول در انزوای خودشه که محصول رو تولید می کنه و بعد حالا چه سرنوشتی برای این شیء تولید شده اتفاق می افته که در خلوت در انزوا تولید شده و حالا روندی که طی میکنه این که از اون خلوت انزوا میاد بیرون و وارد بازار به مسابقه یه جور عرصه عمومی، یه جور حوزه دیدارپذیری و رویتپذیری میشه. این قصه شو میخواد تعریف کنه. در این روندی که از صنعتکاری در انزوا آغاز میشود و به تولید برای بازار مبادله میرسد، محصول نهایی تمام شده تا حدودی ولی نه کاملا کیفیتش را تغییر میدهد. دوام که خود به تنهایی معلوم می‌دارد که آیا شیء می‌تواند به صورت شیء وجود داشته باشد و در جهان به صورت چیزی مشخص و متمایز پایدار بماند یا نه، همچنان بالاترین ملاک و میزان است. هرچند دیگر باعث نمی‌شود که شیء مناسب استفاده باشد، بلکه آن را مناسب از پیش اندوختن برای مبادله آتی می‌سازد. اینجا آرنت داره عملا حرف مارکس و دیگر اقتصاددانان کلاسیک قرن 19 رو تکرار میکنه. اونجایی که از این حرف میزنن که دیگه تولید یا ساختن در جامعه سرمایه داری برای استفاده نیست، یا به زبان اقتصاددانان کلاسیک بخوایم حرف بزنیم، یه شی ساخته میشه نه برای یوز ولیوش، برای ارزش مصرفش یا بذار بگیم ارزش استفادهش، بلکه برای ارزش مبادلشی که اکسچنج ولیوشی که ساخته میشه. نه، بنابراین به این اعتبار ساختن و تولید کردن، چنان که جلسه قبل هم دیدیم، ارجاعتون میدم به بحثایی که هفته پیش داشتیم، دیگه ساختن و تولید محصول یک نیروی خودانگیخته انسان سازنده نیست، بلکه محصول محرکای بیرونیه که مثلا همون نجار معروف ما رو یا هر صنعتکار دیگری رو به ساختن و باز هم ساختن و ادامه روند ساختن یک جورایی وادار میکنه. محرک های بیرونی که میخواد اسمشو بذارید تقاضا، میخواد اسمشو بذارید بازار، میخواد اسمشو بذارید چه میدونم سود یا هر چیز دیگری. بنابراین اتفاقی که در اینجا میفته اینه که دیگه ارزش استفاده اشیا نیست که میشه محرک ساختن، بلکه اکسچنج ولیوه که ارزش مبادله شونه، که این که شما اینو میتونید با چیزی مبادله بکنید، با یه شی دیگه یا با پول مبادله بکنید که به محرک ساختن و تولید تبدیل میشه. این معنا این که بلکه آن را مناسب از پیش اندوختن برای مبادله آتی میسازد، یعنی هر شی در واقع برای این که میتونه در یک مبادله آتی به کار بیاده که میتونه با یه چیزی دیگری مبادله بشه، هست که تولید میشه. نه، که اینجاست که حالا آرنت وارد بحثی میشه که راجع به همین یوز ولیو و اکسچنج ولیو بحث میکنه و اصلا برمیگرده به خود مفهوم ولیو، یعنی خود مفهوم ارزش. شاید یادتون باشه در بند 21 گفته بود که در نتیجه فایده گرایی که انسان سازنده بر وفق اون با جهان مواجه میشه، دیگه چیزها واجد ولیو ذاتی و در خود و فی نفسه و چیزهای شبیه این نیستن، تا جایی واجد ارزشن که فایده ای داشته باشن یا نیازی رو برطرف بکنن یا سودی برسانن یا هر چیزی شبیه این. بنابراین در نتیجه این فایده گرایی جهان گستر در جامعه سرمایه داری یه اتفاقی داره برای خود مفهوم ارزش میفته، ولیو. نه، و حالا آرنت داره سعی میکنه که وارد بحث‌های درازدامنی که از انتهای قرن 18 در اقتصاد سیاسی حول مفهوم ولیو و خواستگاه ولیو که اصلا ارزش از کجا میاد، ببینید در جهان اشیا که یک شی واجد ارزشه، این چیه، یعنی کجا داره میاد.
یک شی واجد این بحثا رو راه میندازه آرنت که من به اختصار الان براتون خواهم گفت. خب در بحث ناظر به ولیو تا جایی که به جهان اشیا مربوطه، نه ارزش برای اخلاقی یا زیبا شناختی یا هر چیز دیگری شبیه این، چون ما از ولیو احتمالاً این روزها بیشتر در جهان زیبا شناختی یا جهانهای اخلاقی و دینی و چیزهای شبیه این حرف میزنیم دیگه. یه چیز ارزش میشه، یه فعلی، یه کاری، یه کنشی اصلا از لحاظ اخلاقی واجد ارزش میشه، یه چیزی ضد ارزش میشه، یا در جهان زیبا شناختی ما مثلا از ارزش فلان اثر هنری حرف میزنیم یا از بی ارزش بودنش، از اشغال بودنش حرف میزنیم. نه، اینا رو بذارید کنار. ارزش در اقتصاد یک بحث بسیار پردامنه است، اما تا جایی که مفهوم ارزش از قرن خیلی قبل‌تر، ولی از قرن 18 هم بحث‌های درازدامنی منجر شد، دو تا گرایش مخالف خان همیشه وجود داشته. یکی از این بحث می‌کرده که ارزش یک شی یک امر ابژکتیوه، یک امر عینیه، یعنی یه چیزی در خود شی هست که شی یعنی محصول، کالا، که اون رو واجد ارزش می‌کنه و ارزش اون شی یا همون کالا محصول از ارزش اون در واقع زاده اون چیز است که به زعم چیز به زعم این گرایی که میتونیم اینها رو ابژکتیویست ها بدونیم، یعنی عینیت گرایانی که فکر میکردن چیزی عینی درون کالاها و درون محصولات هست که به اونها ارزش میبخشه، این ابژکتیویست ها در واقع مبنای این ارزش رو یا مبنای عینی ارزش رو کار میدونستن. کار انسانه که ارزم به حضور شما که به یک شی ارزش میبخشه، یک شی واجد ارزشه چون براش کاری صورت گرفته، در واقع خود کار انسانه که خصلت ارزش آفرین داره. اما رویکردهای اون طرف سوبژکتیویست ها در مقوله ارزش کاملا برخلاف بر این نظر بودن که هیچ مبنای عینی برای ارزش وجود نداره. ارزش کاملا یه مقوله سوبژکتیو و ذهنی و فردی هستن. این به تو برمیگرده که در واقع برای این شی ارزشی قائل باشی یا نباشی، به اعتبار مثلا سطح نیازمندی ها، به دلیل وضعیتی که داری، به دلیل اصلا ارزشی که مثلا به شکل ذهنی براش قائلی. ممکنه که مثلا این جعبه سیگار برای من چه میدونم این میلیون تومان بیارزه، چون مثلا فرض بفرمایید که من یک کلکسیونرم که جعبه سیگار جمع میکنم، ولی چشم به این جعبه سیگار میفته، میگم این جعبه سیگار مثلا من در کلکسیونم ندارم، بعد حاضر باشم براش 10 تومان قیمتشه مثلا چه میدونم 1 میلیونم پرداخت کنم تا این رو چیز کنم از شما بگیرم. بنابراین هیچ چیز عینی درون این نیست که بگه ارزشش ایکس یا ارزشش ایگرگه، بلکه نظام ذهنی منه که در مقام یه جور مصرف کننده به یک شی ارزش میدهد یا نمیدهد. یک لیوان آب برای فردی که تشنه است دنیای میارزه، ممکنه یارو حاضر باشه همه ثروتش هم بده برای اینکه شما اون لیوان آبی که دستتونه رو بدید که این طرف مثلا یه قلوبش رو بخوره از تشنگی نمیره. نه، بعد هزار و یک مثال دیگری که میشه زد. بنابراین سوبژکتیویست‌ها ارزش رو میکنن فردی، ارزش رو میکنن ذهنی. بنابراین دیگه هیچ چیزی توی هیچ شیء نیست که ارزش ذاتی داشته باشه. کار یه محصول میتونه محصول ساعت‌ها کار انسانی باشه، نه بیاد ولی بیاد وارد بازار بشه، یعنی وارد ساعتی که دیگه باید مصرف بشه و تقاضایی براش وجود نداره، یعنی هیچ کسی نیازی به اون کار، حالا شما براش مثلا فرض کن هزاران ساعت هم زمان صرف کردی ولی در واقع بخور به در دیوار، چون تقاضایی براش نیست، چون نیازی براش وجود نداره. مثلا به این دلیل که قبل از شما چه میدونم بازار از همون شیی که شما با زحمت و مشقت و چه میدونم دهن سرویسی تولید کردید اشتباه شده. بنابراین ارزشی هم اگر در کالا باشه که محصول کار شما محقق نمیشه، اصلا اکچوالایز نمیشه. بنابراین اگر که ابژکتیویست ها ارزش رو در ساحت تولید تعریف میکنن، یعنی ارزشمندی اشیا محصول اون نیرویی که صرف تولیدشون شده، یعنی کار من یا کار شما برای اینکه اینو تولید کنیم، سوبژکتیویست ها ارزش رو نه به برهه تولید بلکه به برهه مصرف
نسبت میدن، میگن ارزش یک چیز به لحظه مصرفشه، در لحظه مصرفشه که همون قلمرو بازار باشه که معلوم میشه یک شی اصلا ارزشی دارد برای یک ادعی یا ندارد. نه، حالا این بس بسیار طولانیه و بسیار پر فراز و نشیبه و پرخاشی است، ولی همین اندازه رو داشته باشید بین مناقشاتی که بین این دوتا نهله وجود داره. اولیا خب کسایی مثل آدام اسمیت، ریکاردو، مارکس، همون کسایی که خودشون رو نظریه پردازان کارمحور ارزش میدونن، یا نظریه که ارزش رو برآمده از کار انسانی میدونه، که هم نزد چپا هست هم نزد حالا به اصطلاح لیبرال ها، که چند دیدیم اسمیت و مارکس جفتشون تو این پارادایم فکر میکنن، در برابر سوبژکتیویست ها که خب تقریبا نظریه های غالب در اقتصاد اقتصاد کلاسیک و اقتصاد نو کلاسیک و اقتصاد همین الان همین جا که داره درس داده میشه در عموما دانشگاه ها، این سمت ماجرا است، یعنی شاخه دومه نظریه سوبژکتیویستی ارزشه که در اواخر قرن 19 به دست کارل منگر و آلفرد مارشال، سل والتر والراس و دیگران، حالا اسمشو درست بگم، یعنی در شاخه‌های مختلفی این نظریه های سوبژکتیویتی ارزش سرکلشون پیدا شد و خب امروز دست بالا رو دارن، که خب تا حدی هم نتیجه اینه که اصلا خود ارزش رو معادل میگیرن با خود قیمت، که داستانش مفصله. یعنی ارزش یک کالا همون مقدار پولیست که شما حاضرید در بازار براش بپردازید، که داستانش مفصل. حالا آرنت یه نیم نگاهی به این بحثا داره، یه ذره البته به نظر من خیلی شلخته این بحثا رو مطرح میکنه، البته که من خیلی منسجم گفتم، ولی برصورت میخواستم توجهتون رو جلب بکنم به دو تا شاخه و دو تا انشعاب آشتی ناپذیری که ذیل نظریه ارزش به ویژه اقتصاد سیاسی همواره وجود داشته و این دعوا هنوزم وجود داره و هنوزم در جریان، خیلی هم حاد و خیلی هم خونین در جریانه حول مفهوم ارزش. حالا آرنت هم این بحث رو مطرح میکنه و در واقع بیه صفحه 254 تا یک فراز رو از آرنت بخونیم که یه جورای جنبندی رویکرد خودش به مسئله ارزشه. دلیل همون خط اول جمله دوم، دلیل این که صفحه 25 شد، دلیل این که مارکس اصطلاح ارزش استفاده همون یوز ولیو را سرسختانه حفظ کرد و نیز دلیل تلاش های بی حاصل فراوان برای یافتن سرچشمه عینی. خب همینجا معلوم میشه که خود آرنت هم طرفدار در نظریه های عینی ارزش نیست، یعنی هیچ چیزی رو نمیشه در جهان اشیا پیدا کرد که بشه ارزشمند بودن یا ارزشمند نبودن اونها رو صرفا به اون چیز نسبت داد، حالا چه میخواد لیبر باشه، چه زمین باشه، چه سود باشه، چه هر چیز. و نیز دلیل تلاش های بی حاصل فراوان برای یافتن سرچشمه عینی نظیر لیبر یا زمین یا سود برای پیدایش ارزش ها این بود که برای هیچ کس پذیرش این واقعیت ساده آسان نبود که در بازار مبادله، یعنی سپهر واقعی ارزش ها، چون در بازاری که اونقدر به واقع ارزش اصلا معنادار میشه، اصلا بس ارزش میاد وسط، اگه من اینو فقط برای خودم تولید بکنم و وارد قلم رو بازار نشم که اصلا از ارزشش نمیتونم حرف بزنم، که مگر اینکه صرفا چیزها رو برای خودم بسازم و در واقع اینجا من در سطحی جور اقتصاد خانگی متوقف میشم، جایی که انسان ها و اونجاست که دیگه فقط ارزش مصرف وجود داره، چیزها رو من در سطح اقتصاد خانگی، هر کسی هر اون چیزی رو که براش به دردش میخوره یا باش کار داره یا قراره که ازش استفاده کنه، خودش برای خودش تولید میکنه بدون که بیاره در بازار مبادله. اونجا تنها چیزی که وجود داره در سطح اقتصاد خانگی یا اقتصادهای خودبسنده، یه خانوار خودش نیازهای خودش رو ارزم به حضور شما که رفع و رجوع میکنه، تنها چیزی که وجود داره یوز ولیو، ارزش استفاده است، اکسچنج ولیوی وجود نداره، ارزش مبادله وجود نداره. ارزش مبادله اساساً در وضعیت پسا اقتصاد خانگیه، یا در وضعیتی که حداقل اگر همچنان ما در سطح اقتصاد خانگی هستیم، کالاهای بیش از حد نیاز تولید میشه، در واقع مازاد کالاهاست که میاد وارد بازار میشه تا مبادله بشه. ولی به هر صورت اساساً پس
ارزش ولیو ساحتش بازاره، یعنی جایی که یه کالا میاد در معرض دیگری قرار میگیره، دیگری که حالا باید این کالا رو با یه چیز دیگه مبادله بکنه. این بود که برای هیچ کس پذیرش این واقعیت ساده آسان نبود که در بازار مبادله همان سپر واقعی ارزش‌ها ارزش مطلقی وجود ندارد، چون در نهایت ابجکتیویست ها دنبال یه جور ارزش مطلق هم دیگه، یعنی ارزشی که بلا شرط باشه، یعنی این شی همین مقدار ارزش رو داره و نه مقداری بیشتری یا کمتری، به این معنا مشروط به شرایط بازار و غیره و غیره نیستش. ارزش ولی آرنت به صراحت داره میگه ارزش مطلقی وجود ندارد و جستجوی آن به هیچ چیز به اندازه تلاش برای تربیع دایره، تربیع مربع کردن دیگه، یا دایره مربع شبیه نیست. ارزش زدایی از همه چیز که درباره آن بسیار از اظهار تأسف کردند، یعنی از دست رفتن هر گونه ارزش ذاتی با تبدیل چیزها به ارزش‌ها یا کالاها آغاز می‌شود. چون ببینید داره در ادامه هم گفته بود دیگه، اون فایده گرایی ارزش ذاتی رو میزنه، هیچ چیز دیگه ارزش ذاتی نداره. اینجا هم داره میگه ارزش زدایی از همه چیز که درباره بسیار اظهار تأسف کردن، یعنی از دست رفتن هر گونه ارزش ذاتی با تبدیل چیزها به ارزش‌ها یا کالاها آغاز میشه. وقتی همه چیز کالا باشه، شما در عصر همین کامودیفیکیشن سر کار داشته باشید، عصر کالای سازی، همه چیز برای فروش، در چنین وضعیتی دیگه هیچ چیز ارزش فی نفسه ای نیست، همه چیز تا جایی که بتواند خرید و فروش بشود که واجد ارزشه. ارزش زدایی از همه چیز که درباره فلان با تبدیل چیزها به ارزش‌ها یا کالاها آغاز می شود، زیرا از این لحظه به بعد آنها فقط در نسبت با چیزی دیگر که می توان به جای آنها آن را حاصل کرد وجود دارند. نسبیت عام، اینکه شی تنها در نسبت با اشیاء دیگر وجود دارد، و فقدان ارزش ذاتی، اینکه دیگر هیچ چیز واجد ارزش عینی مستقل از ارزیابی‌های هموار متغیر عرضه و تقاضا نیست، عیناً در ذات خود مفهوم ارزش نهفته است. برای این تا حد زیادی معلومه که آرنت گرچه نمیخواد بین مناقشه‌ای که در جریان یه طرف نظرهای عینی ارزش، این طرف نظرهای سوبژکتیویتی ارزش به صراحت جانب یک کدوم از این دو تا طرف رو بگیره، اما مشخصی که نقدش به نظریه‌های عینیت‌گرای ارزش خیلی جدیه، به این دلیل ساده که معتقده که اساساً هیچ چیز واجد ارزشی عینی مستقل از ارزیابی‌های هموار متغیر عرضه و تقاضا، که خود مکانیزم عمده بازاره دیگه، بازار بیش از هر چیزی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، یعنی کسانی که برای خرید کردن میان و کسانی که برای فروختن میان، این مکانیزمی که داره بازار رو پیش می‌بره. و خب جا به جا ارزیابی هایی که خریداران و فروشندگان، ارزی کنندگان و تقاضاگران از بازار دارن، مدام ارزش کالاها در نتیجه این بالا پایین، این نوسان ارز و تقاضا داره کم و زیاد میشه یا بیش و کم میشه. بنابراین ما با یه جور سیالیت ارزش در کار داریم. بنابراین پیامد نظری های سوبژکتیویستی ارزش اینه که هیچ چیز دیگه واجد ارزش ذاتی یا عینی نیست، و این گویای یک حقیقته، اما در این حال میتواند نگران کننده و حتی ترسناک هم باشه. هر چیزی که تقاضایی براش وجود داشته باشه، هر چیزی که شما بتونید تو بازار براش تقاضا بسازید، اون موقع واجد ارزش میشه، و هر چیزی که نتونه در این بازار تقاضایی برای خودش ایجاد بکنه، اون موقع میتونه دود بشه بره هوا، میتونه تبدیل به همین به عنوان یه چیز بی ارزش، تبدیل به عنوان یه چیز کم ارزش بیفته تو حاشیه، بیفته تو فراموشی و رفته رفته دود بشه و به هوا بره. بنابراین دیگه ما معیار عام و جهان شمولی برای تعیین ارزش چیزها نداریم. آرنت بخواد به این اشاره بکنه، گرچه پیامدهاشو تا انتها در نظر نمیگیره، ولی ما میتونیم و میباید از خودمون بپرسیم، این باید با این پرسش مواجه بشیم که چگونه جهانی خواهد بود، جهانی که در اون مفهوم ولیو دیگه یک مفهوم یا هیچ وقت اساساً، ولی دست کم الان خیلی پررنگتر،
هیچ در واقع تکیه گاه عینی و جهان شمول و همیشگی و مطلقی نداره، بلکه تابع سیالیت پسندهاست، سلیقه هاست، تقاضاها هست. وقتی هیچ چیز ارزش ذاتی نداشته باشه، از جنب خود انسان و همه چیز رو بشه به مکانیزم متغیر عرض و تقاضای بازار موکول کرد، اون موقع اون جهانی که درش قرار زندگی بکنیم چگونه جهانی خواهد بود؟ این پرسشیه که به نظرم مستقلن ارزش فکر کردن داره. خب 255 بند 23 در واقع بند انتهایی کتاب که آرنت میاد سراغ ماندگاری جهان و اثر هنری، و باز دوباره ما اینجا وارد یک ساحت دیگر ورک میشیم. اگر وارد در واقع ورک آف آرت یعنی اثر هنری یا کار هنری میشیم، و آرنت اینجا بحثهاش رو در نسبت با قلمرو هنر و اشیای هنری پیش میبره. من مایلم که این بحثم با اجازهتون دنبال بکنم. ماندگاری جهان و اثر هنری، بند 23 صفحه 255. در میان چیزهایی که صناعت بشری را از دوامی برخوردار می‌کنند که بدون آن هرگز نمی‌توانست خانه‌ای قابل اتکا برای آدمیان باشد، اشیایی هستند که مطلقاً هیچ گونه فایده‌ای ندارند و از این گذشته چون بیمانند و یگانه اند قابل مبادله نیستند، و بنابراین در مقابل برابرسازی از طریق فصل مشترکی همچون پول مقاومت میکنند. اگر این اشیا همون اشیا هنری باشند وارد بازار مبادله شوند، فقط دل بخواهانه میتوان بر آنها قیمت گذاشت. و خب امروز ما میدونیم که اساساً اشیای هنری هم برخلاف شد تصوری که ما داشتیم، امروز اشیای هنری هم در واقع تابع منطق بازاری سازی شدن، یعنی تا جایی که بتوانند وارد بازار بشن و بازاری برای خودشون پیدا بکنند که ارزش گذاری میشن. یک هنرمند ارزشمند امروز در واقع هنرمندیه که بتونه تولیدات خود یا آثار هنری خودش رو گرون بفروشه، یا در واقع این امروز بازار هنره که انگار بر ارزش کارهای هنری یا اشیای هنری ارزششون رو تعیین میکنه. ولی در گام اول به هر حال اشیاء هنری تفاوت خیلی عمده‌ای با دیگر اشیاء دارن، با اونی که اصلا یوزلسن، هیچ فایده‌ای ندارن، هیچ ارزش مصرفی ندارن. معلوم نیست که اشیاء هنری به چه دردی می‌خوره، تقریبا به هیچ دردی نمی‌خوره. اینکه شما مثلا آویزونش می‌کنید سر دیوار خونه‌تون باز به معنای یوزفول بودنش نیست، به معنای این نیست که به کار استفاده میان، استفاده‌ای ندارن، یا از اون بالاتر مصرفی ندارن. انگار که بیش از هر شیء دیگری شیء هنری با ارزش به حضور شما که بی فایده بودنش و بی مصرف بودنش که تعریف میشه. اما با وجود این، هر چقدر که جلوتر اومدیم، حتی همین اشیای بی مصرف نیز که ارزش یعنی یوز ولیو ندارن ولی واجد اکسچنج ولیو هن، واجد ارزش مبادله هن، و اتفاقا تا جایی که ارزششون قابل ترجمه به ارزش مبادله باشه، ارزش هنریشون اینجوری بگم قابل ترجمه به ارزش مبادله باشه، یا برعکس تا جایی که ارزش مبادله داشته باشن انگار واجد ارزش هنری هم هستن. مثلا شما بسیاری از هنرمندان ممکن ناشناس دارید که چه می‌دونم تو کارگاه خودشون، تو آتلیه خودشون، یا تو خلوت خصوصی خودشون تو اون دارن میپوسن، به این دلیلی که اشیاش تولیداتشون نتونسته وارد بازار هنر بشه، مشتری برای خودش پیدا بکنه، دلالای هنری بیان روشون سرمایه گذاری بکنه. امروز احتمالاً آرزوی هر آرتیستی اینه که نه فقط کارش دیده بشه، یعنی ریکگنایز بشه به دست دیگران، یعنی وارد عرصه دیدار پذیری و رویت پذیری بشه. انگار این کافی نیست برای یک هنرمند. نمیدونم زمانی آیا کافی بود یا نبود، نمیدونم واقعا، اینجا باز رفت تو تاریخ هنر اینجور قصه ها. اون چیزی که یک هنرمند رو امروز به یک برنده تبدیل میکنه
اینه که بتونه به برند تبدیل بشه، برندی در اون بازار. کل چیزایی الان هنرمندا به اتفاق باید مشاوره اقتصادی داشته باشن، مشاوره تبلیغاتی داشته باشن، یا به هر حال اونقدر بچه زرنگ باشن که بتونن یه جاپایی در بازار هنر برای خودشون پیدا بکنن، یعنی کالاهای خودشون رو از صرف تحسین احتمالی مردم عادی یا اثرگذاری روی مردم عادی یا جایی در جهان برای اثر هنریشون دست و پا کردن بتونن به چیزی بیشتر از این فکر بکنن. حالا داستانش دو دانیست بله، به مراوده درست با اثر هنری بی تردید استفاده از آن نیست، برعکس، یعنی اثری برای آنکه جایگاهی در خودش رو در جهان پیدا کند باید به دقت از کل زمینه و محیط اشیای معمولی مورد استفاده دور شود. آره دیگه، حتی اشیای هنری نمیشه بهشون نزدیک شد، نمیشه بهشون دست زد، دست ببری بوغ یه بوغی میزنه، یا ممکن مثلا یکی با شیشلول شما رو بزنه از یک یا تکتیر اندازی مخ شما رو بترکونه. این در واقع اشیای هنری کارکرد یه اشیای مقدس رو هم پیدا کردن در جهان مدرن، بدونید یعنی جو حاله قدسی دارن، چون اصول امر قدسی از مجرای مرزی که بین خودش و قلمرو غیر قدسی، قلمرو چیزهای عرفی و اشیاء عرفی میکشه که به خودش قدسیت میبخشه دیگه. اشیاء هنری هم امروز عمدتاً به ویژه در ساحت هنر چیه؟ در هنر گالریایی، هنر نمایشگاهی که شما فقط باید در برابر هیبت یا در برابر شکوه شیء هنری که یک مرز یک حریمی ازش کار محافظت بکنه و دستهای شما نباید بهش بخوره، ببینید یه چین اشیایی یک شأن قدسی برای خودشون میسازن، مثلا همین جدا کردن خودشون، منفک کردنشون از جهان عادی، از انسانهای عادی. به همین منوال باید از حیطه ضرورت‌ها و نیازهای زندگی روزمره نیز دور باشد، ضرورت‌ها و نیازهایی که اثر هنری کمتر از هر شیء دیگری با آنها ارتباط دارد. یه چیز بیان پایین، یه پاراگراف بیان پایین، آثار هنری به موجب ماندگاری چشمگیرشان. حالا اینجا وارد مسئله ورک آف آرت و دوام و ماندگاری و بقاشون میشیم، که ظاهراً بیش از هر شیء دیگری که بخشی از جهان ماست، این آثار هنری هستند که دوام و بقا دارن. به این دلیل ساده که استفاده نمیشن، به این دلیل ساده، یا دست کم به یکی از این دلایلی که شرط دوام و بقای اونهاست استفاده نشدنشونه، چون استفاده به هر حال چنان که دیدیم شیء رو مستهلک میکنه، شیء رو به هر حال در یه نقطه از کار میندازه. آثار هنری به موجب ماندگاری چشمگیرشان بیش از همه اشیاء محسوس دیگر سابقه جهانی دارند. دوام آنها از تأثیر فرساینده روندهای طبیعی تقریبا مصون میماند، زیرا این آثار مورد استفاده موجودات زنده نیستند، استفاده‌ای که به واقع نه تنها تحقق غایت ذاتی آنها نیست، چون گفتیم یوز ولیو ندارد، غایت یک شیء هنری استفاده کردن ازش نیست، آنچنان که غایت صندلی مثلا هنگامی که روی آن می‌نشینند تحقق پیدا می‌کند، بلکه تنها مایه نابودی آنهاست، استفاده کردن مایه نابودی آنهاست. از این قرار دوام این آثار مرتبه بالاتر دارد نسبت به دوامی که همه اشیا برای اینکه اصلا وجود داشته باشند نیازمند آنند. اثر هنری می‌تواند قرن‌ها باقی بماند. این ماندگاری مظهری است از خود ثبات صناعت بشری که چون انسان‌های فانی در آن به سر می‌برند و از آن استفاده می‌کنند، هرگز نمی‌تواند مطلق باشد، یعنی ماندگاری یا خود صناعت بشری هیچ وقت نمیتواند مطلق باشد، ولی فقط در ساحت اشیاء هنریه که شاید بتواند به ماندگاری از چه نه به فنا ناپذیری نزدیک بشه. در هیچ جای دیگری دوام بی کم و کاست جهان اشیاء با چنین خلوص و وضوحی پدیدار نمیگردد، و بنابراین در هیچ جای دیگری این شی جهان به این نظرگیری همچون خانه باقی موجودات فانی ظاهر نمی شود. چنان است که گویی ثبات جهانی در ماندگاری هنر و همون اشیاء هنری نمایان شده است، به نحوی که نوعی پیش آگهی از جاودانگی، نه جاودانگی نفس یا حیات، بلکه
جاودانگی چیزی غیر فانی که با دست‌های فانی حاصل شده است به شکل محسوسی به وجود آمده است تا بدرخشد و دیده شود، به صدا درآید و شنیده شود، سخن بگوید و خوانده شود. البته که وقتی ما از اثر هنری حرف میزنیم انبوهی از آثار هنری داریم، این اثر و بین هر کدوم از اینها یا به تعبیر دیگه بین درجه دوام و ماندگاری و فنا ناپذیری هر یک از اینها تفاوت هست. این که ما داریم راجع به نقاشی حرف میزنیم، این که داریم راجع به یک فیلم حرف میزنیم، این که داریم راجع به یک مجسمه سخن میگیم، راجب یک موسیقی حرف میزنیم یا هر چیز دیگه ای، برای هر یک از اینها درجه ماندگار و ماندگاری دوامشون هم دیگه متفاوته، یا درجه شیعیت پذیری هر یک از اینها متفاوته. که یک موسیقی چقدر بتونه ابجکتیوای بشه، بتونه عینیت پیدا بکنه، همون لحظه که من دارم یه سازی رو مینوازم، این چیه؟ میشه ویولا، یا هر سازی رو میزنم، همون لحظه این کار هنریه میتونه چیز بشه، میتونه همون لحظه فراموش بشه اگر که ابجکتیوای نشه، یعنی اگه به هیئت یه جور مادیت در نیاد، مثلا در یه صفحه ضبط نشه، در این صفحه مفهر که ندیم در حال دیگه ریکوردینگ نشه، یا عرضم به حضور شما که یک شعر، حالا خودشم یه اشارهایی بعدم میکنم، مثلا یک شعر اگر صرفا خوانده بشه و روی کاغذ نیاد، یعنی باز بچه ابجکتیوهایی پیدا نکنه، حالا اگر شعر هم بیاریم تو آرت و اینا که حالا هنر و ادبیات اینا رو خیلی با هم مرز نکشیم، چیز میشه دیگه، نه متفاوت میشه. یعنی اینو میخوام بگم، اینجا از اثر هنری به صیغه جمع داره آرنت استفاده میکنه، ولی ما باید حواسمون باشه که باز بین اینکه از کدوم ورک آف آرت در کدوم شاخه هنر داریم حرف میزنیم، درجه ماندگاری، دوام و بقا متفاوت میشه. صفحه 250 پاراگراف دوم خط چهارم. آثار هنری اشیایی فکری، یعنی این اینتלקچوال هستند، یعنی در پیوند با یه جور اینتלקت، در پیوند با یه جور فکر و ایده و چه میدونم عقل و اینجور چیزا، اما این مانع از شی بودن آنها نمیشود. روند فکری، خب اینجا باز بحثای قبلی رویتون بیاد که آن رو گفتون، تفکر اساساً یک فعالیت بدون جهانه، چون در گام اول دست کم جهانی نداره، یعنی وارد صناعت بشری نمیشه، فکر درون ذهن خصوصی من داره اتفاق میفته، حتی اگر این ذهن خصوصی من پر از صدای انسانهای دیگر باشه، این تفکر من در یه جور نسبت و مناسبت با دیگر ایده ها، دیگر فکرها در شرف پیش روی باشه و به این معنا خصوصی نباشه، ولی به یه معنای دیگه خصوصیه، چون درون ذهن و بدن من که اگر به سخن در نیام و با دیگران به اشتراکش نگذارم همچنان خصوصی باقی میمونه است که ادامه پیدا میکنه. اما در ادامه تفکر هم هر چی که میخواد باشه برحال از خودش میاد بیرون، یا باید بیاد بیرون اگر قرار باشه که دوام پیدا بکنه، یا از اون بالاتر اگر قرار باشه که به امر عمومی تبدیل بشه، یعنی دیگران هم بتونن درش مشارکت کنن، دیگران بتونن روش داوری کنن، بتونن نقدش بکنن، بتونن روش حرف بزنن یا هر چیز شبیه این، باید از اون حوزه خصوصی من به در بیاد، و این ممکن نمیشه مگر که به خودش عینیت ببخشه، یعنی بیاد رو کاغذ، اگر شعر، اگر فلسفه است بیاد رو کاغذ، اگر یک ایده نقاشانه است با بیاد رو بوم، اگر مثلا یک ایده عاطفی تبدیل بشه به یک موسیقی و رکورد بشه و هر چیزی دیگه شیء. آثار هنری اشیای فکری هستند، اما این مانع از شیء بودن آنها نمی‌شود. روند فکری به خودی خود همانقدر اشیای محسوس نظیر کتاب، تابلو، مجسمه یا نغمه موسیقی هم تولید می‌کند و می‌سازد که استفاده به خودی خود تولید کننده و سازنده خانه و اسباب و اساسی است. شیگردانی که همون ابجکتیفیکیشن شیگردانی که در نگارش مطلبی، ترسیم تابلوی، ساخت مجسمه‌ای یا تصنیف نغمه‌ای روی می‌دهد، البته به اندیشه‌ای که مقدمه بر آن است ربط دارد، اما آنچه این اندیشه را عملاً به صورت واقعیتی در می‌آورد و اشیای فکری درست می‌کند،
در واقع ما اینتلیکچوال ابجکت داریم دیگه، در واقع ابژه یا شیء فکری، یعنی یا در واقع فکری که ابجکتیفای شده. اما آنچه این اندیشه را عملا به صورت واقعیتی در می آورد و اشیای فکری درست می کند، همان کار یا مهارتی است که از طریق ابزار اولیه دست بشر سایر اشیا با دوام صناعت بشر را می سازد. پیشتر گفتیم که این شیگردانی و تجسم بخشی که بدون آن فکر نمی تواند شیئی محسوس شود، همواره بهایی دارد و بهای آن خود زندگی است. همواره در نسل مرده است که روح زنده باید بر جا بماند. همین الان ما با نسل مرده سر کنیم. این کتاب یه نسل مرده است، یک نسل مرده است که در واقع روح زنده تفکر آرنتی همون لحظه کارون درگیر تفکر بود و در واقع روح زنده و اینا میاد روی کاغذ و تبدیل میشه یه نسل مرده. برای این بهایی که تفکر برای شیرگردانی باید بپردازه اینه که متوقف شه، اینه که دیگه از اون روند حیاتمندانه خودش خارج بشه. چون در ادامه در صفحه بعد خواهد گفت که تفکر برخلاف در واقع سینکینگ، برخلاف نالج، تفکر برخلاف شناخت، یک روند بیپایان و بیوقفه است. به محض اینکه ثبات پیدا میکنه و تثبیت میشه مثلا در هیئت این کتاب و بعد منتشر میشه، همون یعنی از زندگی ساقط شده دیگه، از اون روند دینامیک بیپایان خودش. همواره در نسل مرده است که روح زنده باید بر جا بماند و این مردگی چنان است که روح زنده تنها زمانی میتواند از آن نجات یابد که نسل مرده بار دیگر با حیاتی که میخواهد آن را احیا کند رابطه برقرار کند. یعنی چی؟ به نظرم منظور هم خواندنه. یعنی همین الان تلاشی که ما داریم میکنیم، این متخوانی ها تلاشی است برای زنده کردن یک مرده. متن مرده که گوشه افتاده، کتابی که خونده نمیشه، هر چقدر هم کتاب بزرگ، کتاب فلان، همچنان یه نسل مرده است. بنابراین نسل مرده رو ما از در واقع خواندن به این معنا یه جور احیایه، یه جور دمیدن روح در تن مردگی نسل یا در تن مرده ایده است که دوباره ایده بیاد بالا، ایده دوباره زن. الان آرنت داره پا به پای ما زندگی میکنه. آرنت اینجاست. نه، چون که ایدهش داره الان از سطح مردگی، از سطح نهفتگی، از سطح فراموشی فراتر میاد، دوباره زنده میشه و تبدیل میشه به در واقع خود حیات، یا حیات پیدا میکنه. و این مردگی چنان است که روح زنده تنها زمانی میتواند از آن نجات یابد که نسل مرده بار دیگر با حیاتی که میخواهد آن را احیا کند رابطه برقرار کند. هرچند که این احیای مرده نیز همانند همه چیزهای زنده بار دیگر خواهد مرد. با این حال این مردگی اگرچه به نحوی از آنها در هر هنری هست و به عبارتی نشان دهنده فاصله میان خانه اصلی فکر در دل یا در سر انسان و مقصد نهایی آن در جهان است، در هنرهای گوناگون به یک شکل نیست. آن خودش اینجا الان داره اشاره میکنه، میگه خانه اصلی ایده یا فکر مثلا در چه میدونم در میگه چی، دل یا در سر، حالا چه نه دل، سر، بدن، مقصد، ولی مقصد نهاییش جهانه. جهان به مثابه همون عرصه اشیایی که برای همگان دسترس پذیره. همه میتونن کتابو بگیرن بخونن، همه میتونن موسیقی رو گوش بدن، همه میتونن برن تابلو رو ببینن. در مخیله مثلا آرنت یا ون گوگ یا بتوون یا هر کدوم از این بزرگان گذشته و در واقع اون زندگی خودش رو حبس کرده درون ماده یا درون خود شی و به این اعتبار مرده، اما با هر بار که شنیده میشه دوباره حی و حاضر میشه، و هر بار که خونده میشه دوباره جان میگیره، و هر بار که دیده میشه دوباره حیات پیدا میکنه. ولی خب میگه که در هر هنری این داستان فرق میکنه. در موسیقی و شعر که کمتر از همه هنرهای دیگر مادی هستند، نیز ماده آنها صورت و کلمه است. شیگردانی و کاری که اختزا میکند در کمترین حد است. شاعران جوان و نوابق خردسال موسیقی ممکن است بدون آموزش و تجربه چندان به کمال برسند. این پدیده است که به ندرت در نقاشی، پیکرتراشی یا معماری نظیر دارد. اینجا در پاراگراف بعدی، پاراگراف 3 صفحه 257 تا انتهای پاراگراف اول صفحه 259 راجع به شعر حرف میزنه و راجع به بچه جهانمند شعر
که دیگه من ازش میگذرم و به خودتون واگذار میکنم. بحث البته جذابی است ولی من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. در پاراگراف دوم صفحه 259 بین تفکر و بین شناخت سعی میکنه که تمایزی برقرار بکنه که من اشاره بهش کردم. باز جزئیاتش رو نمیخوام الان چون تایم هم نداریم، نمیخوام بهش اشاره بکنم. فقط حواستون باید باشه که وقتی در تفکر حرف میزنه از یک روند توقف ناپذیری که خیلی وقتا نه هیچ فایده ای داره، نه هیچ غایتی داره، نه هیچ قصدی داره، نه هیچ نیتی پشتشه، داره سخن میگه. برخلاف شناخت که یک در واقع یک فرایند غایتمنده، شناخت در هیئت علوم قراره که به یه نقطه‌ای برسه. وقتی شناخت حاصل شد، حالا از اون شناخت رو بتونید استفاده بکنید، حالا یه شیئی بسازید یا یه چیزی رو، یه جایی رو تغییر بدید یا هر چیزی شبیه این. پس شناخت واجد غایتی است یا قراره که فانکشنی اساسا داشته باشه، کارکردی داشته باشه. اما سینکینگ همون روند حیاتمندی است که هیچ وقت پایان نمیپذیره و غایت و قصوای مشخصی نداره و به یک معنی اصلا بیفایده است. ولی به هر حال تا جایی که تفکر، چون که در فرآیندهای قبلی دیدیم، ناگزیر میشه که به خودش شیئیت ببخشه و از اون زندگی بیوقفه خودش کوتاه بیاد و تن به مرگ بده، تن به تجسم و تجسد بده تا بتونه در معرض دیگری قرار بگیره، یعنی بخش صناعت بشری تبدیل بشه، بشه کتاب، بشه تابلو، بشه سمفونی و فلان و فلان. به هر حال خود تفکرم یک جایی به شکل پارادوکسیکال ناگزیر از این خواهد بود که تن به مردن بده. دیگه همین مهمترین فرازها رو در اینجا خدمتتون عرض کردم. این بحث تا انتهای پاراگراف اول صفحه 260 ادامه پیدا میکنه، همین تمایز بین تفکر و شناخت. در صفحه 263 پاراگراف دوم تا انتهای بحث که در واقع یک صفحه و نیم خواهد بود، آرنت مقدمات ورودش بحث اکشن رو رفته رفته تمهید میکنه. جایی که از این سخن میگه که در واقع برخلاف زحمت لیبر و برخلاف ورک، کار چگونه قلمرو اکشن، در واقع قلمرو چه مبتنی بر سخن باشه چه مبتنی بر کنش باشه، به هر حال قلمرو باز هم فعالیت هایی است که در گام اول فاقد جهانند، فاقد دوام و ماندگاری هستند، به این اعتبار که در نسبت فقط بین انسان های زنده هستند که شکل می گیرند و عرضم به حضور شما که نه ضرورت حادی دارند، نه فایده مشخصی و نه غایت تعیین کننده ای، اما دقیقا همون وجه انسانی زندگی بشری هستند، یا انسانی ترین سطوح زندگانی بشری. و خب سعی میکنه نسبتشون رو، نسبت اکشن رو هم با لیبر نشون بده و هم با ورک. که حالا وقتی که هفته بعد برسیم و شروع کنیم بحث فصل پنجم رو، همون اکشن رو، به جزئیات بیشتری با صورت بندی آرنتی آشنا خواهیم شد. خب فصل بسیار جذابی هم هست. خب اجازه بدید بر همینجا ما پایان فصل چهار رو هم اعلام بکنیم. مرسی که تحمل کردید و همراه بودید تا اینجای کار. پس هفته بعد سه شنبه میریم فصل پنج و این بحث رو ادامه خواهیم داد. من همه تلاشم رو خواهم کرد که قبل از شروع فصل پنجم باز یک جلسه گفتگوی کلاب هاوسی داشته باشیم، مثل دفعه اولی که برگزار کردم یکی دو روز قبلش اعلام خواهم کرد که اگر مایل بودید بتونید زمانتون رو تنظیم دیگه همین. مرسی، شب بخیر، خوب بخوابید، آغاز هم دیگه باشید، تا بعد.